خب دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، در کمینتون باشه و بپره این اوقات بهتر وسط و این خبرهای داغون رو از بین ببره و شما رو خوش و سلامت و شاد ببینیم. امروز دوشنبه است، دوشنبه سوم تیر ماه 1398، تابستان است، تیر، مرداد، شهریور. گفت به معلمه، گفتند حقوقش که کمه. خب به چه دلیلی آمدی معلم شدی؟ گفت به سه دلیل: تیر، مرداد، شهریور. و اما ما به شما گفتیم که یواش یواش میخوایم شما رو از این اعتیاد بد رها کنیم و آزادتون کنیم. شما یک کبوتری، پرندهی رو بگیرید و دود سیگار بهش بدید، بعدن وقتی معتاد میشه، شما روزی که خودتون دیگه سیگار نمیکشین اون باز میاد. حالا ماجرای ما شد، گفتیم این تابستونی یکم بریم دور از خبرها باشیم، شما هم دور از ما باشید و بشه دوری و دوستی. البته سعی میکنم هر جایی هستم روزانه یا یک روز در میون، اینجا میگن every other day، بله، براتون چند دقیقه ویدیو بفرستم، خبرهایی رو که به نظرم میاد بهتون بگم و شما هم خبرها رو به ما بگید. دوستانی که درباره آقای شهرام ایران بومی و پسر ایشون سوال میکنید، مراسم یاد بود و اینها، باور کنید من حتی دلم نمیاد که این خانواده رو به اصطلاح باشون تماس بگیرم، یادآوری کنم، بپرسم کی هست، کی بوده، چی میشه و اینها. و گفتم که در این شرایط سخت بعضی وقتا تنها باشن راحت تر و بهتر هست و امیدواریم که بتونن این درد بزرگ رو تحمل کنن. و اتفاقا به آقای ایران بومی روز جمعه بود گفتم که میخواین چند دقیقه در این مورد صحبت کنیم، گفت که نه و بهت خبر میدم. ما منتظر خبر ایشون هستیم و اما می آییم و سری بهترین مرجع اینه که به صفحه خود ایشون مراجعه کنید و احتمالاً اگر چیزی باشه ایشون اونجا می نویسه. می بینم که به اصطلاح الان یه چیزایی رو که از دلش برمیاد اینجا نوشته برای پسرش و به شما هم نشون میدم. عکس پسرش رو گذاشته که با یک کلاهی که نمیدونم به نظر کلاه نیرو دریایی اینها میاد و واقعا حیف که این جوان از بین رفت. و باز یه جورایی هم میگیم خب اونها که رفتن با همه درد و اینها بالاخره رفتن، ولی خانواده اینها باقی موندن که باید به اصطلاح درد و تحمل رو داشته باشن، درد رو داشته باشن و تحمل کشیدن این درد رو. ممنونم. آقای زمانیان میگه با وجودی که مشکل داشتم با فیسبوک و اینها، برنامه شما رو از یوتیوب تماشا میکردم. ما هم به شما به اصطلاح ممنونیم که شما با ما هستید و از شما تشکر میکنم و فکر کنم اون برنامه‌ای رو که میگم میتونم از یوتیوب هم پخش کنم. در اصل تلاش خودمون رو میکنیم ببینیم چه خواهد شد. آقای مانی خورسندی هم میگه درود بر شما، درود بر شما. و امروز رفتم صفحه آقای خورسندی و دیدم که این بنده خدا هنوز اون مشکلاتی رو داره که بعضی افراد نادان کم عقل میان یه چیزایی رو مینویسن و خودشون انقدر میدونن این نوشتهشون بده که به دیگران میچسبوننش، چون اگر میدونستن خوبه یا حتی فکر میکردن خوبه، خب اسم خودشونو مینویسن. درباره اینایی که نادان هستن اینها، من بیشتر متوجه شدم در قشر شاه اللهی، نه طرفدار پادشاهی، شاه اللهی، و در قشر مجاهدین بیشتر هستن. البته مجاهدین سعی میکنن فحاشی نکنن و با همون کلمه خائن و مزدور که از فحش برتره از شما پذیرایی کنن، ولی افراد نادانی هستن. دیدم که این آقای بابک هروی خب چند مدتی یه دفعه گردش 180 درجه‌ای کرد
بعضی از دوستان می‌نویسن ایشون بچهش بیمار بوده، احتیاج به کمک داشته، پولش دادن. من میگم من فکر نمی‌کنم، ایشون توی آمریکا هست، بیمه داره، همسرش کار میکنه، بیمه دارن و احتیاج به این ندارن. ضمن من ندیدم شاه الله یا کمک هم دیگه کنن. اگه می‌خواستن کمک هم دیگه کنن، کمک آقا رضا عقب افتاده می‌کردن. از لحاظ پول و این چیزا من فکر نمی‌کنم. حالا چرا عوض شد؟ اون خودش باید بیاد. در آخرین مصاحبه‌ای که من با بابک عراوی کردم، اونم یه دفعه درست مثل همین جنبش‌های شاه الله گفت الان یه اتفاقای افتاده در واشنگتن که نمیتونم به شما بگم و بعدن بهت صحبت میکنم، که دیگه رفت دیدیم آقا اصلا وقتی رسید کالیفرنیا دیگه عوض شده و الانم هر روز به این و اون میپره که چرا به شاه اینو گفتی، چرا به نمیدونم اون اونو گفتی. و دانسته یا نادانسته گاهی وقتی ویدیوهایی میذارن که خب آدم اگر ببخشید اگر چیزی نگه که آمریکایی‌ها میگن you are insulting my intelligence، یعنی به مغز من داری توهین میکنی، به فهم و شعور من داری توهین میکنی. اگه چیزی بگه، متاسفانه آقای بابک عراوی این شعبون بیمخای صفحت رو یا آدم کن یا یادشون بده. میان فحاشی میکنن اینها. امروز یه شخصی به نام سعید بیخدا آمده بود، آقای عراوی با ویدیوی گذاشته که ببینید در سال 57 یا قبل از 57 در مدرسه‌ای در کرج چنین بود و چنان بود. نشون میده ساعت تفریح یا ساعت ورزش یک دختر خانمی که گروبان 3 بود با لباس ارتشی مال سپاه دانش. راستی این سپاهیان جزو چه نیروی بودن؟ جزو نیرو زمینی بودن، چون حتی یه جای آقای آریانپور گفت که اینا رو در پادگان‌های نیرو دریایی هم آموزش میدادن. کسی میدونه اینا جزو چه نیرویی بودن؟ نمیدونم من. در هر صورت نشون میده در کرج، دوستان این تهران، این کرج بعضی وقتا اصلا نمیفهمید که جدا شد. اوکی. در کرج در زمان شاه معلم نداشتیم و کرج جزو شهرها و دهات دور افتاده حساب میشده که سپاهی دانش فرستادن. ما اینو نوشتیم، یه احمقی آمده میگه پس شما بگو ما در بندر پهلوی مدرسه نداشتیم. میگم آخه احمق، عوضی، پفیوز، بی پدر و مادر، این حرفی که من زدم با اون حرفی که تو زدی زمین تا آسمون فرق میکنه. شعورتون کجاست؟ بهش گفتم ببین حقیقت تلخه ولی درست، مثل دارو که باید بخوری تا حالت خوب بشه، یکم حقیقت رو قبول کن، امیدوارم حالت خوب بشه. این از این. یک ویدیوی دیگه ای گذاشته آقای عراوی که چی راجبش؟ آها، ما ایران دخت داشتیم، پوران دخت داشتیم، زنانی داشتیم که رهبر بودن چنین و چنان. من نوشتم شما کاملا درست میگین. و پس از اون شاه رو داشتیم که مصاحبه باربارا والتر با شاه ایران رو، زن شاه رو برید ببینید. بابا نکنید این کارو آقای عراوی. گذشته گذشت، گذشته انقدر بد بود که به عموی شما پول و مخارج سفر رو دادند که بیاد اینجا بررسی کنه و ببینه که ما اونجا چه اشکالی داریم و چگونه درستش کنیم. وقتی رسید اینجا دید اینجا انقدر به اصطلاح جلو هستن و مملکت شاهنشاهی انقدر عقبه، برگشت ایران، زن و بچه‌ش هم برداشت آمد اینجا. دکتر مصطفی عراوی خودش شخصا تو کانون به من گفت. حالا شما یا عموت رو تکذیب کن یا حقیقت رو تکذیب کن، اینجوری نیست عزیز من، اینجوری نیست. اینجوری شما نمیتونی بیای به اصطلاح تحقیق کنی. بزرگداشت سردار مشروطه شیر علی مردان خان بختیاری روز هفتم تیر ماه ساعت 4 بعد از ظهر ضلع شهر. عزیز من آقای مانو، شما این آگهی رو میتونید با $10 بدید و مثل یک دسته گل من براتون بذارم برای دیگرانم پخش کنم. ولی بارها گفتم و در مثلم مناقشه نیست، امیدوارم شما ناراحت نشید. مثل این میمونه که من بیام بگم که مثلا اینجا برنامه گذاشتم و میخوام چی بگم، والا آدم زبونش میمونه، میخوام کمک جمع کنیم برای ایرانیان گرسنه.
بعد شما داد بزنی اون وسط، بگی منم میخوام مادرم رو کمک کنم، مادرم شوهر نداره، یکی هم به شوهر ننه من. آقا نکن این کارو. شما چجوری نمیتونی خودتو 5 دقیقه بگیری بذاری ما 5 دقیقه بیایم بعدن تق 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 بزنی؟ خب کاری نکن من بلاکت کنم. عجب ماجرایی هستیم، عجب ملتی هستیم، و اما عجب ملتی هستیم. و چقدر خوشحالم که این تابستون قبل از این که جوش بیارم دارم میرم دور بشم از این به اصطلاح این خبر و این صفحه و این فیسبوک و اینها، و بلکه شما هم آرامشی پیدا کنید. این از این ماجرا. و اما بارها توی برنامه وقتی افرادی میان مثل دکتر نسترن زنوسی، مثل دیگران که یه فکری کردن، یه تجربه کردن و این فکر و تجربه و جنبش و هدفشون رو میان به دوستان میگن، میگن که ما یک جنبشی راه انداختیم، یک حرکت خیرخواهانه راه انداختیم و ما هم به عنوان Public Service Announcement PSA این رو به مردم معرفی میکنیم. و جالبه خانم دکتر زنوسی میگه اگه شما نمیخواید به من $10 بدید و فکر میکنید دکتر زنوسی و همسرشون، آقای دکتر زنوسی دیگه، بله ایشون، چون ایشون فامیلیش چیز دیگه است، آقا خانم نستر، اینها احتیاج $10 شما هستن، ایشون میگه $10 خودتون بدید به فامیلتون، به دوستتون اینها. ولی حالا من بهتون یه چی نشون میدم. یه زربان مسئله هست توی شیراز، میگفتن یکی میمرد ز درد بینوایی، یکی میگفت خانم زردک میخوایی. نمیدونم توی شیراز یه چیزی بود بزرگتر از هویج بود، رنگش کمرنگ بود. هویج یه رنگ به خصوصی داره، زرد نیست، ولی اون شیرازی ها بهش میگفتن نرگسی، بعضیا بهش زردک هم میگفتن، خیلی هم ارزون بود، برعکس اینجا خیلی گرونه. و این ضرب المثل این بود که یعنی یک کسی حرف بی ربط میزنه، یکی میمرد ز درد بینوایی، یکی میگفت خانم زردک میخوایی، بعد میگفت که یکی نمیدونم میمرد ز بیداد یزید، یکی میگفت یه چیز اینجوری بود. من از درد حسین اندر کبابم، تا از شر یزید میدی جوابم. بمانم یه آقایی، من جز به یه لیستی هستم الان بهتون نشون میدم امروز، خب میاد دیگه وقتی اینا رو فالو میکنی شما هم فالو کنید که وقتی ما شروع میکنیم برنامه و اینها رو براتون بیاد. برای من این آمد، این آقا اسمش هست بهنام شیروانی، حالا نمیدونم این معنی شیروانی همون شیروانی پشت بام و اینها هست و اصلا خود شیروانی چه معنی میده، و من اینو بهتون اینجا نشون میدم و ببینید که ما کجا داریم میریم و چجوری به نظر من داریم غلط میریم. شما اگه فکر میکنید دارید درست میرید اینو ادامه بدید. این آقا آمده نوشته که دوستان عزیزی که عازم ایران هستند، من تعدادی عروسک برای بچه های فقیر یا پرورشگاهی جمع کردم، اگر کسی جا داره و میتونه ببره ممنون میشم، با من تماس بگیره. فوری خانم زیرش زهرا ملکی یا زهرا مالکی نوشته من 3 داروی سرطان دارم برای فرستادن به ایران، کسی هست زحمتش رو بکشه؟ خب خانم گلنار احمدی گفته من داروی شما را میبرم. اونم پرسیده کی مسافر هستین، که من به این دوستان پیشنهاد میکنم بابا تا اون میگه من میبرم دیگه شما برو تو قسمت خصوصی تو پیامای پرایوت باهاش بنویس کی میره، و الا حالا خانم زهرا ملکی اینجا باید بگه چه روزی میخواد پرواز کنه و کجا میخواد بره و فلان اینها و بماند. ولی صحبت من سر چیه؟ صحبت من سر این ماجرایی که این آقا عروسک رفته جمع کرده و میخواد بفرسته ایران. خودتونو بذارین جای یه مسافری، خیلی هم خیرخواه هستیم. اولا با این روزا، با این محدودیت هایی که درست شده، حتما یادتونه از سال 2001 به اونور، بعد از اون ماجرای هواپیما و زدنش به این ساختمونا و اینها، شما وقتی مسافرت میری ازتون سوال میکنه که این کیف و چمدون و اینها رو خودتون بسته بندی کردین؟ میدونید برای چیه؟ برای که اگر گشتن اونجا مواد مخدر توش بود بگی ما ازت پرسیدیم و شما گفتی بله. حالا خیلی ها به شوخی میگن نه من مثل ترامپ نوکر و کلفت دارم، اونا برام بستن.
ولی فکرشو بکنید، حالا نمیخوام کار این خانم زهرا ملکی و اون کسی که میخواد دارو ببره، ولی میخوام بهتون بگم که زمانه عوض شده، شما هم باید با زمانه خودتون عوض کنید. فکر کنید من این دارو رو میخوام بفرستم بره ایران، اوکی؟ رفتم داروی اصلی رو خریدم، این سرشو آلومینیوم رو باز کردم گذاشتم این کنار، هر دوایی دلم خواسته ریختم داخلش. حالا این که توش معلومه نه، اینو نمیذارم. این یکی الحمدلله اینقدر دارو داریم، هر مثالی بخوای میتونیم بزنیم. این یکی که توش معلوم نیست، رفتم اینو خریدم، آلومینیوم رو باز کردم گذاشتم اینجا، این قرصا رو خالی کردم، حتی وزنش اندازه وزنش آمدم یه موادی. حالا از این ور به ایران ما میگیم پلوتونیوم، چون از ایران به این ور شیره و تریاک و هروئین و کوکائین و شیشه هست. گذاشتم آلومینیوم رو چز زدم گذاشتم سرش، میدم به شما تو فرودگاه، اینو ببر بده به عمه من، مریضه داره میمیره. آقا اولا اگه عمه شما داروی قلب گیرش نمیاد، خب ایشون هم مثل هزاران کسی که داروی قلب گیرش نمیاد تو ایران بیان تو خیابون اینجا بگید آقا دارو مارو رو آزاد کنید تا ما بتونیم دارو پست کنیم فلان اینها، نه کی میره فرودگاه کی میره فلان. خب حالا با همه اینا باز این کاره رو میشه قبول کنی که آقا یه نفر دارو میخواد، دارو تو ایران گیر نمیاد، داروهای قلابی هست فلان اینها. بعضی از مریضا هم قربونش برم همین آسپرین هم که تو ایران هم گیر میاد، میگه نه آقا اون آسپرین هایی هست که آمریکا میسازه ها خیلی خوشمزه تره. ما یه فامیلی داریم قرصای ایرانی رو میریزن برش توی این جای قرصای آمریکایی میدن دستش، بعدم تازه اون به اونا میگه دیدید بهتون گفتم این قرصه بهتره، اونا هم که دلشون نمیاد بگن بابا این همونه، ما گذاشتمش تو این که شما ساکت باش. بمانه شما به من بگید نظرتون راجع به این چیه که من برم حالا بخرم یه سری عروسک یا عروسک های بچم و نوم و اینها رو بردارم، یا برم یه جایی توی انجمنی به دوستان بگم اگه کسی عروسک داره بیاد بده من، من میخوام بدم به بچه های فقیر و پرورشگاهی ایران. عروسک های آمریکایی چیه؟ یا باربیه یا این عروسک های بلاند و خوشگل و مفرفری و چشمابی و اینها. اینو من که حالا میخوام برم مسافرت که خودم میرم سبکترین ساکو پیدا میکنم، تازه مینسه 7.7 وزنشه، یعنی تقریبا 8 پوند یعنی 4 کیلو. چقدر میتونم ببرم؟ 22 کیلو. پس من خودم 18 کیلو میتونم ببرم، درسته؟ اوکی. این 18 کیلو اینقدرم جا بالاخره هست. شما 4 تا عروسک میخوای به من بدی یا میخوای 40 تا عروسک به من بدی؟ آخه آقای چی بود اسمت؟ بهنام عزیز برادر، این کارا چیه؟ چرا نمیرید از یه جایی سوال کنید چه باید کرد؟ اون بچه ای که دمپایی پاش نیست، حالا یه عروسک باربی هم بگیره دستش بره تو اون گداخونه ای که تو خیابون یا تو کوچه اون بچه های دیگه حسودی کنن بزنن سرش هم بشکنن، تا دیروز دمپایی نداشته حالا امروز سرش هم شکسته. آقای اکبری امروز یه عکسی گذاشته بود که 16 در جوانی یک خرسی رو یا یک آهوی رو، چون آهو هم شکار کرده خرس هم شکار کرده، کشته، با افتخارم با تفنگ وایساده بالاش، میگه آقا این با این کسایی که چند روز پیش با سنگ زدن یک بچه خرسی رو کشتن چه تفاوتی داره؟ بعد یه نفر اومده زیرش فوش داده که تو چپی و تو چگوارا، و میگه آقا اصلا من I hate them، من از اینا بدم میام، من فقط خودم رو دوست دارم و بچه هامو دوست دارم. خیلی سربی خوش به حالت که داری میری از این خبر و مبر و اینا، یه ماهی میخوای دور وایسی و شایدم وقتی برگشتی اصلا بگی آقا میدونی چی، انقدر بهم خوش گذشت این مدتی که دور از شما بودم و دور از خبر بودم که دیگه نمیخوام برگردم و بری دنبال کار کاسبی. این چیه؟ وقت خودتو تلف میکنی، وقت ما رو هم تلف میکنی برای هیچ هیچ هیچ. نظر شما چیه؟ تو صف فرودگاه وایستادی، خودتم تازه یک کیسه پلاستیک همراه آوردی که اگه گفت این وزن ساکت زیاده، دو تا کت رو هم بپوشی، دو تا تنبون و شلوار رو هم بپوشی، یه چارت چیشم بذاری تو پلاستیک، یه چارت چیشم بذاری تو کیف کامپیوترت، بعد عروسکای این آقا رو ببری ایران برای بچه های فقیر
و بچه های پرورشگاهی، آقا برو $10 بده به یه نفر اونجا روغن و برنج بدن به ننه و بابای همون بچه گداه، اون وقت اگه روغن و برنج بهش داد یه عروسک هم برای بچهش میتونه بخره و تمام مشکلات بچه های ایرانی عروسک آمریکاییه. آخه من نمیدونم ما اومدیم آمریکا احمق شدیم، روانی شدیم، دیوانه شدیم، همسیک شدیم، این چیه و خدا؟ خب بریم سراغ هشدار پلیس به خانم ها. یه دوستی داریم، دوست نازنینی که امروز برای من اینو فرستاد و من انگلیسیشو بهت نشون میدم ولی برای ایشون فارسیش هم نوشتم، روی فیسبوک هم فارسیشو گذاشتم و ماجرا به این صورت هست که میگه شریف، این شریفو اینا رو من شریفو مثالی که میتونم بزنم ژاندارمری و پلیس، پلیس هم کلانتری خودمونه ولی شریف جاهایی که یکم دور دست از اینا این میگن. خب آقای رجایی میگه سلام و موفق باشید. بله در لشکرک خدمت میکردم، اونجا پر از آهو بود، میگفتن اینجا شکارگاه شاه بود. بله داداش شاه هم هر وقت میمد شیراز بابای من میبردتشون دشت ارجن که اونجا هم خیلی جالبه، یه عده از این اطرافیا دهاتیا از اطراف میمدن با تبل و با این چیزا میزدن که این حیوونا از صدا فرار کنن و بیان به طرف برادر شاه، این آقا هم نشسته تقی بزنه بعد اونا هم براش دست بزنن. آقا چقدر شما بهرام گورکن چی بود؟ بهرام گورکن باید باشی. بله خب اونم حتما چینی از آب در میاد، منظور همون عروسک هاست و در ایران هم هست. بله بله این ماجرای این دوستان که یه دفعه عشقشون میگیره که یه کاری کنن فلان. آقا همینجا همینجا بنویسید، تایپ کنید برای من لینکشو بفرستید، چقدر بچه های آمریکایی هستن که شب گرست نمیخوابن. شما که تو آمریکا کار میکنی، تو آمریکا پول در میاری، اگه به ایرانی ها اطمینان نداری $10 بدی دست خانم دکتر زنوسی که با خرج خودش میره ایران برای یه نفر برنج بخره و روغن بخره، اون $10 رو برو بده اینجا بچه آمریکایی گرسنه نباشه. ما وقتا میگفتن طرف خیلی تو آفتاب وایساده حالش بد شده. برگردیم به این نامه شریف ناشریف یا شریف حسابی، بنده خدا چرا بهش میگیم شریف ناشریف. بله نوشته که اینه، اینجا برای خودم بازش کنم و دیگه حرف ما رو قبول کنید، لازم نیست مدرک. میگه This is from a county sheriff's department. معمولا مینویسن چه کانتی، یه کمی این خود نامه هم بو میده ولی اب نداره، اب نداره، داره یه حقیقتی رو میگه. ما میگیم میگه Please read this message very carefully. This message is for any lady who goes to work. میگه این پیغام رو خیلی با دقت بخونین، این پیغام برای خانم های هست که میرن سر کار، کالج، دانشگاه، مدرسه اینها، یا حتی دارن رانندگی میکنن یا تو خیابون قدم میزنن. میگه اگر شما دیدید که یک شخص جوان، یک پسر جوان، دختر جوان گریه کنان میاد به سراغتون و یه آدرس هم توی دستشه، به شما آدرس نشون میده و میگه گم شدم، شما هم احساساتی میشی، اینو میرسونی تو اون دم خونه. میگه در خونه که در میزنی، در که باز میکنن میکشن شما رو تو، بهتون تجاوز میکنن. بهترین کار اینه که بچه هایی که وایساد بهش میگی که لیسن یا گوش کن، اصلا ناراحت نباش، من الان زنگ میزنم به پلیس، پلیس بیاد با هم بریم اونجا. و ببین این پس بچه با چه سرعتی در میره. این یک کلک جدیدیه برای که به خانم ها به اصطلاح تجاوز کنن، مواظب باشید. ولی کل ماجرا، کل نوشته خانم فریمان به نظر قلابی میاد، ولی اگه قلابی هم میاد یک حقیقت واضحی رو داره میگه که تو آمریکا هست. اینجا طرف خانم ایرانی بود، بنده خدا شب از سر کار آمده بود یا میخواست بره سر کار، رفت از این اینجا بهش میگن چی؟ آبر بانک اینجا میگن ATM اوتوماتیک تلر ماشینی هم چیز، رفت پول بگیره، طرف اومده بود پشت سرش کیفشو گرفته بود زده بود زمین، نمیدونم ماشینش هم برده بود، این بنده خدا هم دکتری هم بود، مرد بمانه. و اما این ماجرای عروسک و فرستادن دارو اینها به ایران چیه و شما اگه تو صف وایساده باشید سوربی بیاد بگه آقا پدر من داره میمیره، این
دارو رو ببرید چه کار میکنید؟ واقعا چه کار میکنید؟ با خودتون فکر کنید، خودتون رو آماده کنید، جواب بدید به طرف. و من شنیدم بعضی از چیزها رو شما هنوزم که این تحریم ها هست و اینها و آقایی مثل بابک هروی با افتخار این تحریم ها رو تشویق میکنه، هنوزم شما یه سری چیزها رو میتونید پست کنید به ایران و مطمئن نیستم، ولی شنیدم که این کار شدنیه. ولی کلن میگم حالا نمیتونیم، شما وایسادی اونجا میخوای بری و یکی میاد میگه آقا این قرصای، یا خانم این قرصای به اصطلاح قلب و این قرصای فلان اینها رو ببر برای خانواده من، به اون چی میگید؟ و اما اینجا در صفحه آقای شهرام ایران بومی من چیزی از مراسم ختم و اینها نمیبینم و نمیدونم واقعا چه خبر هست. امیدوارم ایشون ما رو در جریان قرار بده. یک بار دیگه به ایشون تسلیت میگم، یک بار دیگه از ایشون میخوام که ما رو در غم خود شریک بدونن. دوستان امروز 24 جون سال 2019 است، برابر با 3 تیر ماه 1398. حالا این همه ما چیزای بد گفتیم، بیان یک 5 دقیقه به شما استراحت بدیم و یک فیلم از یک دکتر ایرانی به شما نشون بدیم و ببینید آیا شما میتونید همچین کاری انجام بدید. پریشب یه جایی بودم، یه دوستی که خیلی هم آدم موفقی هست و اینها، گفت آقا شما نمیدونی من چقدر دلم میخواد مثل شما بتونم بشینم با مردم حرف بزنم. گفتم خب اشکال چی؟ خانم جلوتو میگیره، خودت جلوتو میگیری. گفت نه آقا خیلی کار دارم. گفتم قربونت برم، منم اگه بخوام پول در بیارم خیلی کار دارم، ولی شما باید اول قید پول رو بزنی. گفت هر که از پل بگذرد یا یه چی میگفت، هر که از پل بگذرد خوش بگذرد یا از خود بگذرد، یه چیزی اینجوری. شما باید اول از پول بگذری. اینجا صحبت از پول نیست. سوربی که الان اینجا نشسته دیگه آسان‌ترینش اینه که شما میتونی بری اوبر رانندگی کنی، شما میتونی بری برای این و اون رانندگی کنی، شما میتونی. این روزا کارگر ساده ساده ساعتی 15 دلار گیرم نمیاد. اگه یه روزم رفتی برای یکی کار کردی، فردا بهت میگه بیا من ساعتی 20 دلار بهت میدم، دیگه نمیخوام بری دم هم دیپو وایسی. آقای عزیز، دوست گرامی، شما اگه دلت میخواد این کار انجام بدی، این کار پشنت هست، چرا پشن خودتو میندازی جزو باکت لیست، میندازی تو سطل تا آخر عمرت بری این کار انجام بدی؟ کار انجام بده، قید پول رو بزنید. اینم از این ماجرا. و اما دکتر جراح ایرانی، چرا اینو گفتم؟ برای که این دکتر قید پول رو زده، البته ناگفته نماند، تا ما اینو گذاشتیم بعد یکی آمد گفت آقا این آقای دکتر، بعد از اینکه فیلمو دیدیم بهتون میگم. همیشه داریم دیگه اینجوری که تا یه ویدیوی میاد بلافاصله اعتراضات هم همراهش میاد. ولی قسمت اول اینه که من این ویدیو رو به شما نشون بدم. سلکت ایریا و اینجاست، میبینید؟ نه هنوز. حالا چی؟ میبینید؟ بله. اینم صدا رو روشن کنم. راستی دوستان، چرا وقتی بلندگو رو روشن میکنید یک صدای ترقی داخلش میاد؟ وقتا میگفتن این خازنه، نمیدونم فلانه، یه مقداری امپوینا جمع کرده، حالا داره خالی میکنه صدا میده، نمیدونم اینو. حالا شما من نگین تو رشتت برقه، ما چرا جواب بدیم؟ این مربوط به برق نیست، مربوط به الکترونیک میشه و بهتره که من صحبت نکنم. تازه برقی هم که من خوندم مال 50 سال پیش بوده که الان به درد عمم میخوره. با هم بریم ببینیم این آقای دکتر رو. بعدش هم میشه برگشتید؟ برگشتم. اولین عمل جمجمه‌مو در کودتای کردم بعد از فارغ التحصیلی. اولین عمل فکمو، فک بالا و پایین در کودتای کردم. اولین عمل 14 ساعته تومور و بازسازی صورت رو در استان کودتای کردم. همه اینا گزارش شد. اولین پیوند دست در استان خوزستان، دست قطع شده، دستی که کنده شده بوده و جا افتاده بود زمین، انجام دادم. دست رو از روی جسد برداشتی، زدید به کسی که دست نداشت و کار کرد؟ بله. بابا خیلی کنه. به نام جمهوری اسلامی ثبت شده.
شما یه تعداد جراح پلاستیک رو جمع کردید و میرید به مناطق محروم، به نقاط دوردست کشورمون، آدم های بی‌بضاعت، بچه هایی که در بعد به تولد صورتشون به شکلی در اومده که اصلا گوشه نشین شدن، نمیتونن تو جامعه باشن، اینا رو همه رو درمان میکنید، به زندگی برمیگردونید. کار بسیار ارزشمند. میگید چی شده؟ ببین، ما یه ندایی در سال 1387 دادیم، 7 نفر پاشدیم رفتیم را مرمون جایی که متولد شدن، و وقتی دیدیم که حرف از نگرفتن پول میشه، اینقدر نیازمند هست، اینقدر آدم هست که از تو سوراخ خونش میاد بیرون، آدمی که 30 سال 40 سال رنگ کوچه رو ندیده، برای اینکه وضع صورت و دهنش جوریه که بیاد بیرون مورد استهزا قرار میگیره، مورد مسخره قرار میگیره. خودش هم گناهی نداشته، در بعد تولد اینطور به دنیا. حالا اون گناه نداره، ولی ما گناهکاریم مگه ساکت نشسته باشیم؟ خب من فهمیدم دیگه جای من در تهران نیست. استاد دانشگاه باشه، شاگرد فوق تخصص تربیت میکنیم باشه، وزارتخونه مشاوری، عضو کمیسیونی، دانشگاه عضو اینی اونی اونی باشه، گفت شمشیر از پی حق میزنم. من پزشک شدم که نیازمندی رو درمان کنم. تصمیم گرفتم من برم سراغ این ژنده پوژهای نون و دوخور، و موفق شدم. 7 نفر شروع کردیم، الان بالغ بر 500 نفریم، همه عاشق. فردا عمل میشه. میتونه اینجا برداره، میتونه بیا تهران برش برداره. نه انجام، بتونی ما تهران نمیتونیم. شما اینا رو مجانی؟ مجانی، چاکرشون هم هستیم. تازه امروز به 20,000 ویزیت رایگان رسیده و 4,500 عمل، هر عملی هم در تهران 10 میلیون تومان هزینه‌شه. جمع بکن، ضرب بکن. تو روستا نام دیدم میارن مریض برات. بله، اصلا شعار گروه ما فقیرترین، بیچیزترین، محرومترین، اونی که تا الان دکتر ندیدش، زیباترین لحظات عمرم بغل کردن بچه های روستایی بود که هیچ پناهی نداشتن، هیچ پناهی. تیمتون چند تا پزشک هست؟ من 50 تا جراح پلاستیک عضو تیممه. یه ماشاءالله باید بگیم. ماشاءالله، خدا ایشالله بیشترشون کنه. پول که نمیگه بهشون، هزینه راهشون هم خودشون میده. نمیدونن اینجا که میرن هتل داره نداره، خوابگاه داره نداره، سرده گرمه، عمل هست نیست. همه جراح، همه جراح، همه جراح فوق تخصص، همونی که شما میگی میتونه بینی 10-15-20 میلیون بگیره، 5 روز مطبش رو تو تهران میبنده. خب برای چی میاد غیر از عاشقه؟ آی دکتر، تا که قراره این کارهای خیر رو انجام بدیم؟ تا اونجا که نفس دارم، چشمم میبینه، دستم کار میکنه و پام با من یاد میکنه. نه جسه، نه پوزه، نه خودم رو میخوام نشون بدم، اصلا میخوام خودم نشون بدم. بله، من آدمی هم که تو روستا کار میکنم، دوستم دارم، به تمام دنیا هم میگم، ای که پوزش عیبی نداره. خب این جواب همشهری ما آقای خوشنودی بود که ایشون نوشته همینم شعاره. ایشون میگه من میخوام پوز بدم، چه عیبی داره من بگم من میرم تو ده این کار رو انجام میدم؟ و آقای مجید خان عزیز، گیرم که این شعار بوده، شما ترجیح میدی
این آقای دکتره بیاد این شعار رو بده، یا یه سری احمق تو خیابونا پرچم آتیش بزنن شعار مرگ بر این کشور بر اون کشور بدن و دیگران رو تحریک کنن که به اونا بپیوندن، یا ترجیح میده این آقای دکتر بیاد حتی به دروغ اینو بگه ولی یک نفر بگه اه چه فکر خوبیه منم برم این کار رو انجام بده. من ترجیح میدم که این آقا بگه حتی اگه شعار بشه. آقای فرخ میگه این فیلمو من برات فرستادم. فرخ جان اگر یک روز دوست داشتی از ساعت 8 صبح بیا اینجا، من ایمیلا تویترا تکست ها چیزایی رو که رو فیسبوک برام میاد نشونت میدم، بعد میبینی که مثلا این چیزی رو که شما فرستادی احتمالا هیچ حرفی هم باهاش نبوده و من باز نمی کنم، همینو داداش خود من برام فرستاده، اینو داداش خود من برام فرستاده نشته، لطفا اینو اگه تونستی در برنامه نشون بده. عزیز من 20,000 نفر دیگه خودتون آقا دیگه فیسبوک شمارهش که دیگه دروغ نمیگی که، 20,000 نفر اینجا و اونجا با من در تماس هم. حالا گیرم که شما فرستاده باشی، شما محتاجی که من بهت بگم ممنونم؟ آقا ممنون، عجب ملتی هست. این دکتره که سوگند بقراط رو، بقراط حکیم بوده سوگند پزشکی هست، اینجا این سوگنده رو یک کلمه میگن که نمیدونم حالا یعنی همون اسم بقراط به انگلیسی این میشه، خلاصه من چون میرم گراجویشن فیلم برداری میکنم اینها، میبینم که اونجا سوگند میخورن که ما درمونده ها رو دوا میکنیم و فلان اینها، ولی میبینیم تا پول نگیرن ول نمیکنن. حالا فرخ شما فرستادی ممنون، ما هم گفتیم خیلی ممنون متشکرم، چه فرقی میکنه؟ بله ما والا خودمون اینجا کشتیم، گفتیم آقا شما برای من چیزای عمومی اینجوری نفرستید، اگه در رابطه با تلویزیون مردم، در رابطه با خودتون، در رابطه با برنامه هست شما این کارو بکنید، و الا این روزنامه ها و ایمیل ها و نامه ها و اینا که همش از صبح تا شب رو فیسبوک و اینها پخشه، درست مثل این میمونه که ما آمدیم گفتیم که آقا این مغازه مال ماست، شما میای خرید میکنی اینجا، میتونی یه تابلو بزنی مثلا کنسرتی اگه هست بگید، یه کاغذی ماشین تو میخواید بفروشی بگید فلان، ولی مثلا یک کسی که کارش ماشین فروشی هر روز بیاره ماشیناش اونجا تمام این سفر رو پر کنه، نمیدونم. یا کلن البته فیسبوک الان خود آمریکایی هم باهاش مشکل دارن، خود آمریکایی هم نمیدونن چه باید کرد. ما اون قسمت کامنت رو باز گذاشتیم، اون کامنت هم طرف میره زیرش، دیدید دیگه این آقای مانو آمده نمیدونم سردار فلان، آقا شما اگر لور هستی، اگر کرد هستی، اگر ترک هستی، اگر افتخار میکنی به ایل و قبیلت، $10 خرج کن این شعار این پوستر رو قشنگ بفرست صبح برای من، منم اونجا میذارم، 9,000 نفر فقط روی مردم تیوی میبینن، حالا چی کی به کی، کی به کی نشون میده اونا دیگه بمانه، ولی این چه کاریه که تو قسمت کامنت برنامه زنده میاد میگه امروز فلانه، اون یکی هم بگه امروز فلانه، اون یکی هم بگه امروز فلانه، من احمقم اینجا بشینم هی وقت دیگران رو تلف کنم، اونو بخونم. در صورت ممنونم. بله هیپوکراتیک، این کلمه هیپوکراتیک با اون هیپوکراسی فرق میکنه نه؟ هیپوکراتیک او همون یعنی سوگند، توی ایرانی ما میدونستیم بهش میگفتن سوگند بقراط که تا اونو نخونی نظام پزشکی بهت کارتتو نمید. بله دقیقاً جناب چمرارا در این کتاب خودتان گفتید با امید به آزادی ایران. بله آقای چمرارا پاسخ همه مشکلات ما رو قانون اساسی میدونه و امیدوار سال 2020 به اصطلاح این مشکل برطرف بشه. خانم نیر قربانی نوشته بود که آقا ما همینجور نشستیم منتظر سال 2020. گفتم که امیدوارم آقای سهراب چمنارا منظورش 2020 ایرانی نباشه، چون اگه 2020 ایرانی باشه خیلی مشکل پیدا میکنیم، یکی پیدا میکنیم به اونایی که با تاریخ زرتشتی میخوان برن 3000 خورده یکی گذشته، یکی میخوان با تاریخ
پادشاهی شاهنشاهی که شاه کندان آمد و کلک اسرائیلیا رو خورد و گفت 2500 که اونم گذشته. میمونه تنها تاریخی داریم این اسلامی خورشیدی، این که حالا 1398 هستیم، تازه خیلی تکون بخوریم 2 سال دیگه میشیم که میشیم 1400، 600 سال دیگه مونده تا بشه 2000، 20 سال هم بالا 620 سال مونده. بعد ایشون نوشته که نه، خب میگه I swear to fulfill to the best of my ability and judgment. بله این همون سوگند رو برامون گذاشته سم. من خیلی از شما ممنونم. قبل از اینکه این برنامه ها رو دیگه از این برنامه، این آخرین برنامه 2 ساعتی یا 90 دقیقه ای منه، بعد از اینم 1-2 ساعت بعد آقای پرویز مینویی، از چهارشنبه یعنی حتی از فردا ممکنه یه دفعه واشنگتن نشستم، کباب بازار نشستم، همین تلفن رو بذارم، همون ایرادی که تا حالا از همه میگرفتیم، آقا سر صدا میاد، اون یکی داره چنگال میزنه، اون یکی نمیدونم داره آواز میخونه، تو برنامه میذاری، خودمونم میخوام همون برنامه رو اجرا کنیم. دیدیم آقا ما میام برنامه اجرا میکنیم، خودمونو میکشیم، 600 نفر هم نمیبینن، اینا میشینن یه جایی یه دفعه 9000 نفر میبینن. البته حالا 9000 نفر دیدن چی شد؟ 8999 تا دشمن پیدا کرد. اون روز این یه دوستی آمده بود، آقای کمالپور کیه، فوش فضیحت به رضا زرابی. گفتم ای بابا اینا که دو ماه پیش، این میگفت کدبان رضا، اون میگفت کدبان فلان، این میگفت اهورا فلان، اون میگفت اهورا فلان، چجوری حالا امروز پاچه هم دیگری گرفتن. اینم بمانه. بله میگه که I don't need your thanks, why you answered the link I sent right away. عجبا عجبا، این سوال آقای فرخ شما باید از خودت سوال کنی، شما باید به خودت بگی من چرا باید تو برنامه زنده این همون الان لینک بفرستم. لینک نه، کامنت. شما لینک منظورت، من نمیفهمم چیه، در صورت نمیدونم. این اگر منظورت اینه، ما اینو از دیروز که برای پتیک فرستادیم اینجا نوشتیم دکتر جراح ایران، اسم ویدیوش هم روی فیسبوکمون روی صفحمون نوشته بودیم دکتر ایران، و نمیدونم اصلا یه چیزی شده ما بدهکارتون شدیم. اینم یه دلیل دیگه که بهتر آدم بره اصلا یه مدتی این دوستانم برن یه جای جدیدی پیدا کنن، و این تعداد طلبکار ما، حامی که نداریم الحمدلله، هرچی میگیم آقا حمایت کن، اول ماه شد، آخر ماه شد، اول ماه ایرانی، آخر ماه ایرانی، اول ماه خارجی، آخر ماه خارجی، هیچ که چی نیست، ولی همه طلبکارن. آقا چرا جواب لینک مرا هم الان دادی؟ خب دیگه از این بعد تایم استمپ کن که بگو مثلا جواب این را ساعت 2:20 بده، مثل آدم های مریض هست برایشون می‌نویسن این قرص را شب بخور، این قرص را زور بخور. من دارم با مردم مکالمه دارم، مانی میاد اینجا میگه شما نقل پست میگی، از لحاظ زمینی میشه فرستاد، البته بعد پاکش کرد، بعد تازه ایشون کاناداست، اگه بشه بفرستی هم احتمالا کانادا میتونه بفرسته، اینجا نمیتونه بفرسته، که اونم خب خیلی ها از اینجا پست میکنن برای کانادا، فامیلشون پست میکنه برای ایران، که اونم لابد بعدن اگر دولت بخواد میتونه یقشون رو بگیره که شما داری تحریم ها رو دور میزنی. ببینید تحریم هست یا نیست، اگه تحریم هست کار غیرقانونی نکنی. بله میگه که درود جناب صوبی گرامی، این کلیپ در واتساپ دست به دست میشود، جریان جناب این دکتر صحیح هست، ایشون اهل رام هرمز است، بسیار فعال است. آقا خیلی ممنون از شما آقای خوشنودی. ببین آقای رحیم نگهبان از شیراز داره اینو میگه، و البته یکی نشدود آقا همین آقای دکتر یک جراحی در تهران انجام میده برای آنهایی که دماغشون هم زیبا هست، زیباترشون میکنه اینقدر. گفتم خب خدا پدرش بیامرزه، خودش که داره میگه، میگه آقا افرادی که روزانه در تهران اینقدر میتونن پول بسازن، بعد در مطبش رو میبنده چند روز میاد کمک ما، بذار بسازه، خوش بر حلالش. امیدواریم 1000 تا از این دکترا داشته باشیم که پوله را از پولداری که احتیاج نداره بگیره، ولی بره دندونای این خانمو درست کنه. دیدید چقدر زیبا شده بود اون زنه، اون خانمی که دندوناشو قبلش نشون داده بود، که میگه به خاطر این نمیاد بیرون. بله این هم از این ماجرا. سپاه دانش را گفتم، زمینی، آها نیروی زمینی. خب حالا ببین، حالا ببین، خوشحالم گیر افتادی.
وقتی که سوربی میگه مانی جان خیلی تلگرامی ننویس، من اینجا از اولی که الان برنامه رو شروع کردم خدا وکیلی میگم شما دفعه دیگه که نشستید نگاه کنید ببینید این سوربی برنامه رو شروع کرد، شروع کرد گیر داد به آقای بهنام، شروع کرد گیر داد به فرخ، شروع کرد گیر داد به اون آقا، شروع کرد این موضوع رو گفت، شروع کرد اون موضوع رو گفت. بعد یا مثل اینایی که زندانی هستن اینجوری خط بکشین روزا رو میشمارن، ببینید در مورد چند تا مورد یا چند تا گیر دادن ما صحبت میکنیم. ولی شما اگه یک کلمه اضافه تر بنویسی نوشته خودت رو برای من واضح کردی، توضیح دادی. حالا بعضیا هستن دو صفحه مینویسن ولی شما بازم نمیفهمی منظورش چیه. دوستان ایشون میگه سپاه دانش جزو نیروی زمینیه، حالا چرا در بندر پهلوی از نیروی دریایی استفاده میکردن برای آموزش اونها بماند؟ نگفته نماند که بعضی وقتا اینها با هم کار میکردن، مثلا اگه یه پادگانی بزرگ بود جا نداشته اینها، ممکن بود اون میمد اونجا کار میکرد. اینها خیلی چیزا بود ما تو موقعی که خدمت کردیم اونها نفهمیدیم. مثلا یه عده همیشه فکر میکردن که هوابرد جزء فلان نیروه، در صورتی که من تا روزی که نرفته بودم هوابرد نمیدونستم. هوابرد جزء نیروی زمینیه، اصلا هیچ کاری هم با نیروی هوایی نداره، میره هواپیمای اونها رو سوار میشه 330 میره، ولی اون هماهنگی که باید با هم داشته باشه. خبرنگار از پیرمردی که 120 سال عمر داشت راز موفقیتش پرسید، اونم گفت من با کسی بحث نکردم. گفت مگه میشه؟ گفت حق با شماست. نمیشه. بله همین حق با شماست نمیشه. خب نه دیگه بحث نکرده. Yes I think you need take a break. خیلی ممنون دوستان عزیز. اگر شما هم احتیاج به دکتر روانپزشک دارین، خواهر فرخ روانپزشکه ولی فرخ تبابت میکنه و نسخه میده. دیدید حتما دیگه توی دهکده ها و توی کشورهای جهان پنجم به قول سعید کابوسی طرف مثلا دکتر داروسازه یا داروساز هم نیست، بغل دست داداشش کار میکنه، بعد این دیگه نسخه میده، دیگه طرف نمیره مریض، نمیره بیمارستان و دکتر اینها، میره میگه آی دکتر دلم درد میکنه، اون داروساز قرص میده. آقا فرخ لطف کردن به من میگن یونید بریک. ممنونم، متشکرم. اگه شما نگفته بودی باور کن هم امشب با پای بریک نمیخوابیدم هم این بریک رو نمیگرفتم. ممنونم، خیلی ممنون. و خب ببینیم که بله آقای سبا تبار اون روز یه برنامه فرستاد، مال قبل بود ولی خب جالب بود. دو تا آقای ایرانی میخواستن صحبت کنن، از تنهایی گله کنن و بگن که دوست دارن با خانمای ایرانی ازدواج کنن، آشنا بشن و اینها، و این یه حیطه پرخطریه که هیچ کس جرئت نمیکنه نزدیکش بره. نزدیکش بری میگن آقا نمیدونم پاهنداز شدی، جهانداز شدی، اینجا بهش میگن مچ میکر شدی، دلال زن شدی فلان. نزدیکش نری، این مشکل همینجور داره بزرگ و بزرگتر میشه. شما تو خانوادتون، تو فامیلاتون، تو دوستاتون چند نفر رو میشناسین که سنهاشون هم داره بالای 50 ولی اینا نه زن دارن نه با کسی رفت آمد دارن و یه مقدار نگران کننده است. و الانی که 50 هستن نمیتونن کسی رو پیدا کنن، 60 که بشه مشکلتره، 70 که بشه مشکلتره، 80 که بشه دیگه کسی نمیخواد بیاد مریضداری کنه. در صورت سبا تبار این قدمی رو که بردار، ولی سبا میپره، سبا از این شاخه میپره به اون شاخه، یه دفعه میره دنبال آزادی زنان افغان، یه دفعه میاد دنبال بدبختی مردان ایرانی، یه دفعه میره گله میکنه از کبابی که نمیدونم بهش نمیدونم. خب سم ببینم چی میگی. سوربی سپاه دانش یک ماه از دهات به پادگان ها میرفتن آموزش یادآوری میدیدن، همون سان و رژه صبحگاه بدون تفنگ. بله خب قبلش هم اصلا سه ماه اول رو که همه باید میرفتن آموزشی و اون همون رژه و اسلحه و اینا بود، بعد دیگه اون سه ماه دوم قرار بود تخصصی باشه. من نیرو زمینی مخابرات بودم، میرفتم تلکامیونیکیشن یه چیزی بود، دو تا دستگاه میکشیدن میبردن جک میزدن فلان، 50 تا تلفن پشت این کو با 50 تا تلفن پشت اون کو تماس میگیرن و اینا، و اون یکی دیگه میرفت دوره چیز رو میدید و الا آخر، و اونم مثل رشته تحصیلی ها اون معمولا این دوره ها رو میدیدیم ولی هیچ وقت ازشون استفاده نمی کردیم. اینا بیشترش برای این بود که طرف رو اونجا به اصطلاح
نمیخوام جر بحث شروع کنم. حقیقتا اون روحیه جوان بودن و سرکش بودن رو درشون خرد کنن و بله قربانگویی رو یادشون بدن. به همین دلیل میگفت ارتش چرا نداره. اینجا که دیگه میگه یس سر، یس چی سر، یس سر، آقا بله آقا، اینجوری دادم باید بزنن، همش با داد و فریاد و خشونت و یک چیز بی خودی بود. یعنی شما نمیدونستی داری میری خدمت میکنی به مملکتت، انجام وظیفه میکنی یا باج میدی. به نظر شما چی بود؟ سربازی باج ایرانی بودن بود، خدمت بود یا انجام وظیفه بود؟ اگه انجام وظیفه بود چرا بهت حقوق نمیدادن؟ چون حقوق باید در قبال انجام وظیفه، انجام وظیفه باید در قبالش حقوق دریافت کنی. اگه خدمت بود چرا داوطلبانه نبود؟ شاید یکی میخواست برش 6 سال سرباز باشه، اشکال داشت. و اما میگه که بله آقای نگهبان میگه با پوزش سپاه دانش زیر نظر ژاندارمری بود. آقا نبود، من یکی میتونم گواهی بدم چون داداش بزرگی من سپاه دانش بود و رفته بود پادگان قوشچی، اونجا دوره دیده بود و اصلا اون پادگان ژاندارمری نبود. میتونم یعنی کپه ترازو میره به طرف مانی، ولی مهم نبود. هرچی بود اونم اشتباه بود، اونم یه چیزی شعارمانندی بود که خب بدم نبود، رفتن حالا چند تا بچه با سواد شدن، ولی اشکالای زیادی بود. دختر مردم از خونش برمیداری میفرستی توی دهی، تازه حالا دلت خوشه که به کت خدا گفتی به این اتاق بده، کت خدایی که هر کی میخواست ازدواج کنه باید دختره میرفت اول پهلو اون. آها بله، میگه که از همه جالبتر پسرهایی که با پارتی بازی فامیلشون میرفتن در شهر عشق و حال. سبا تبار میگه من ارادت خاصی به شما دارم، صندلی داغ با شما برنامه داغی خواهد بود با شما. این همه سال ما اینجا بودیم دعوت نکردی، حالا که شنیدی ما داریم میریم، مثل این میمونه که من بگم آقا من فرچم خونه خالم مهمونی هم، بعد شما میگی که راستی من میخواستم دعوتت کنم. مواظب باش، بعض وقتا گوشی رو برمیدارم میگم خاله جون گفتی سه شنبه بیام یا چهارشنبه؟ آهان چهارشنبه میام، اوکی پس من فردا شب میرم با سبا چلو کباب میخورم. مواظب باش از این تعارفا نکن. چشم، میام. خیلی دوستت دارم چون هنوز آدم موندی و خودتی با تمامی. آقا من همیشه گفتم هر کی اومد اینجا چند روز که گذشت یه گوی شد، یه پخی شد، ما همون آقایی که بودیم موندیم. خیلی ممنون سبا. و این سبایی که از یاران قدیمی ما است، سالای 2001 و اینها، یادمه که تو برنامه ها زنگ میزد و شعراشو برامون میخوند. خب دوستان، تقریبا یک ساعت گذشت، ما 32 دقیقه دیگه با شما، 38 دقیقه دیگه با شما هستیم. اجازه بدید بریم اینا رو براتون بخونیم. میگه که کاگو جون حتما قسمت آخر سریال دایجان ناپلئون رو دیدی، میبینی که برعکسش هم سخت است. مثلا مشقاسم نقل قول میکنه که انگلیسیه گفت فسلخ، مترجم فارسی یک ساعت بود ترجمه میکرد و هنوز باقی بود. آها، امروز من یه فیلمی رو فرستادم برای پتیک و گفتم که هم شما آلمانی میدونی مقداری، هم من میدونم یک کمی، و اصلا امکان داره که یه شخص آلمانی اینقدر حرف بزنه، 6 تا 7 تا جمله بگه، بعد این دوستان ما اینقدر زیرنویس فارسی گذاشتن. و درسته که کار ترجمه سخته، زیرنویس سخته، ولی دیگه اینا خیلی تنبل بودن. این ماجرای همون کشتی ها و حمله آمریکا و ایران به یک دیگر، این آقای آلمانیه میگه که بیشتر این یه پروپاگاندا است و نمیدونیم حرف چه کسی رو باید باور کنیم. از طرفی میدونید که دیروزم ترامپ رفت کمپ دیوید، یه تفریگاهی هست که این رئیس جمهورا میرن اونجا و هیچ کسی از داخلش نه عکس میتونه بفرسته نه چیزی، و خیلی محرمانه و مخفیانن. ولی مثلا انور سادات که اومد اینجا با کی بود، مناخیم بگیم کی بود، نمیدونم، مال اسرائیل با کارتر اونجا بودن. کلینتون وقتی اون مال اسرائیل، باز اسرائیل آمد با فلسطین اونجا بودن. ماشاءالله این اسرائیل هم به نظر میرسه که آمریکا نوکر و غلام حلقه به گوش ایناست، هی دنیا رو شر به پا میکنه، یه روز با مصر، یه روز با کشورهای عربی،
و آمریکا هی باید خاک کنه روی کثافت ایشون. نگفته نماند که همین آمریکا دیروز رفته بود توی کشورهای عربی که اونها رو بیاره جلو. و اما برگردیم به دایجان ناپلئون. من فیلمای سریال رو تو ایران نگاه نمی کردم به چند دلیل. یکی ما تلویزیون نداشتیم، با می رفتیم خونه عممون. اگه حالا دیگه میگفتین خونه عممون هر شب فلان باید بیاین، اونم میگه آقا تلفن تلویزیون ما خراب شده برو بیرون. در صورت این فیلم های سریال دنبال دار رو نگاه نمی کردم. اونایی که فیلمی بود ما هم اونجا بودیم تصادفا. همین الان اینجا هم سریال های دنبال دار رو دوست ندارم نگاه کنم، چون میبینم همینجوری مغزتو میخوره، بعد یه مدت هم داستانشون خسته کننده و تکراری میشه. اگرم شد جنرال هاسپیتال آمریکایی‌ها که یه نفر 20 نفر مرده، یه نفر 20 مرتبه مرده زنده شده دوباره با یه نقش دیگه اومده، اصلا فایده نداره، منم خوشم نمیاد. درودی گرم کاکو پیروز و مانا باشی آقای فرزاد نیساری. خب جیم رهایی، به به، این آقای رهایی برادرش عموش اینا همه دوستای خوب ما هستن. خیلی ممنون جناب سربی، مثل همیشه مخلصی. این مخلص و اینجوری که نوشتی یعنی مخ نداریم. خیلی خنده داره اینجوری. در اصل ممنونم، متشکرم مجید جان. ببخشید آقای رهایی عزیز، مخلصیم به انگلیسی همون کلمه سینسیرلی است. سینسیر باشیم با هم. واقعا اون چاکریم و اینا رو من اصلا ندیدم چیزی تو آمریکایی‌ها، ولی این مخلصانه خالصانه سینسیرلی، این ما هم مخلص شما هستیم. خیلی ممنون، ما اصلا ارادت خانوادگی داریم. مرسی. خب مناخیم بگین و موشدایان و انور سادات، بله، که بعدش عکسی که گرفتن گفتن انور سادات روی کراواتش عکس صلیب شکسته بوده، عکس علامت هیتلر بوده. در صورت من پتیک جان اون ویدیوها رو به اصطلاح برنامه های دایی جان ناپلئون رو نگاه نکردم. یه دفعه تمام سریالش رو اینجا یه نفر برای من فرستاد، بازم نگاه نکردم و نمیدونم، ولی مثل که حرفای جالبی میزده و چیزای جالبی هم توش گفته میشه. و اما اون روز که ما داشتیم اینجا چیز میکردیم، یه نفر نوشت آقا این حرکت های تندروی و اینا فایده نداره، باید این کارا رو بکنیم. من یه نامه نشون دادم که تا اونجایی که از دستم برمیاد نامه میندیسم، تلفن میزنم ببینمشون، این برابر باشون صحبت میکنم، نمایندگان مجلس، نمایندگان محلی، و بهشون میگیم. من حتی اگر نگاه کنید یه عکسی دارم با آقای جان کری مال سالها پیش، و تو اون شلوغی تو گوشش داشتم میگفتم آقا شما نمیتونی یه کسی رو گرسنگی بدی بعد بهش بگی قانونمند باش. و این آمریکا هم اینجوری، حالا بعد بهتون نشون میدم، هر روز یه جایی تظاهراتی هست توی مجلس، مجلسین مردم میرن سر صدا میکنن، شلوغ میکنن، مینویسن به نمایندگانشون میان و من و شما عقب نباشیم. این یه بار. یه طرف میان، حتما شما هم دیدین این انجمنهای خیریه وقتی میان میگن آقا ما میخوان برنامه داشته باشیم، میگی خب باشه و فلان، نه شما چون انجمن خیریه هستین من 50% بهتون تخفیف میدم. میگن نه آقا ما نداریم، نه فلان نمیکنیم، فلان بیسا. شما ببینید تو آمریکا اینا به هر نوعی شما رو تشویق میکنن کار داوطلبانه کنن. حتی اگر شما رو چی میگن اینا رو، یعنی شما رو به طمع بکشن یه جایی، یه روز میگن بهت تیشرت میدیم، یه روز بهت میگه دو تا بلیت بازی میدیم، گیم میدیم، اینجوری اینا یاد گرفتن. و چرا ما نتونستیم تا حالا این کار انجام بدیم نمیدونم. میگه فردا 25 به شما دو تا تیکت بازی بیسبال میدن اگه شما بری و خون هدیه کنی، چون از لحاظ خون الان میگن وضع به اصطلاح چی میگفتن تو شیراز، بنیاد خون که نبود، که یادم نزدیک فلکه نه، اونجا اون بالا نزدیک بیمارستان نمازی دست راست یه چیزی بود، یه ساختمون سفید قشنگی درست کرده بودن و اون بعد در رابطه با خون بود. بله اجازه بدید تا من اینو یه بار دیگه بهتون نشون بدم. اگه کسی تو این منطقه هست و میخواد فردا دو تا تیکت، آها ببخشید، فردا بره خون بده و دو تا تیکت برای جولای 3rd اور جولای 6th بگیره، این بیسبال اینجا
اون نشنال و اینها به اصطلاح خیلی معروفن و بلیتاشون هم بعضی وقتا خیلی چیز میشه، گرون میره. خب آقای رهایی هم میگه که اگزکتلی آقا، امیدواریم این تابستونم به شما و خانوادتون خوش بگذره. بانک خون، بله بانک خون. البته وقتی بانک خون میگفتن یه چیزی هم بود، بعضی ها میرفتن خون میفروختن که بعد اون خیلی خطرناک بود، افراد معتاد و اون موقع که حالا ایدز و میز و اینا نبود اون خیلی خطرناک بود، ولی معمولا اون کسی که میره خون هدیه میکنه اگه یه سوالش میکنن، یادم من سالها پیش رفتم، من 6 ماه یه بار سعی میکنم که خون بدم، وقتی رفتم یه جراحی پا انجام داده بودم و نوشته بود تازگی ها جراحی چیزی داشتی، من نوشتم 6 ماه قبل، بعد گفت که خب بذار، گفت فکر نمی کنم مهم باشه، بعد بذار از این آقای دکتر سوال کنم. اتفاقا دکتر ایرانی بود، از اون آقای دکتر که سوال کرد، دکتر گفت که شما بهتره که خون ایشون رو استفاده نکنید، در صورتی که وقتی یه نفر علامت میزنه خون من رو استفاده نکنید، اونا توضیح نمی نویسن، اونا می نویسن این یا ایدز داشته یا فلان بوده اینها. و دفعه دیگه که ما رفتیم خون بدیم، گفت که نه دیگه ما خون شما رو نمیگیریم. گفتم چرا؟ گفت دفعه قبل گفتی خون من استفاده نکنید. گفتم بابا دکتر خودتون گفت، و الا اگه این همه آدمایی که میرن جراحی خون ندن به شما، چون مخصوصا کسی که میره جراحی بیشتر فکر اونای دیگه هست، در هر صورت بعد یه مدتی درست شد دوباره این کار رو انجام میدیم. و چه احساس خوبی داره دوستان وقتی که شما میری و خون میدی، به غیر از این که بدن شما بلا فاصله شروع میکنه به خون ساختن، برید راجبش بخونید، حتی این برمیگرده به اون حجامت که توی حالا اسلام، توی دین ایرانی ها هرچی هم بوده و زالو انداختن، که الان توی آمریکا هم این زالو انداختن و اینها رایج شده. و اما سازمان انتقال خون، آره این خیلی بهتره تا بانک خون. در هر صورت صلیب سرخ، نه صلیب سرخ نبود تو ایران، تو ایران همون موقع هم شیر و خورشید بود، ولی اون بانک خون هیچ علامتی ندار، راجع به هلال احمر بود، نه صلیب سرخ بود نه چیز، ولی نمیدونم که اینجا صلیب سرخ هم خون میگیره یا نه، احتمالاً چون آقای رهایی میگه اینجور هست. من بیمارستان فرفکس و بیمارستان رستون هم میگرفت که دیگه نمیگیره. الان شما چون همین دور برا زندگی میکنید، رستون تاون سنتر از این اتوبوسا میان، میری اونجا خون میدی، بعدم میای یه بیسکویت و یه دونه اورنج جوس هم میخوری، یا مثل من نخور برو آبجو بخور. وقتی هم میرم آبجو میخورم به دوستان میگم من امروز خون دادم یه دونه آبجو بیشتر میخورم. دوستان دارم میرم سفر، اگر وقتا یادتونه وقتی یکی میخواست بری زیارت، طرف میگه آقا من پام درد میکنه، من وقت ندارم فلان اینا، شما این پول بگیر از طرف من به نیابت من برو زیارت. اگر شما هم میخواین حمایت کنید، حمایت کنید، تا بنده وقتی میرم در جاهایی که مثل صحرای کربلا گرم هست، اونجا از تشنگی هلاک نشم و بتونم به حساب شما آبجو بخورم. اون حمایت مردم تیوی رو روی مردمتیوی.com لینکش رو میذارم براتون توی فیسبوک، خیلی ساده است، با کلیک روی اون لینک از طریق پیپال میتونید از 1 دلار تا 1,000,000 دلار، دیگه بیشتر از 1,000,000 دلار خواهش میکنم حمایت نکنید، ارسال کنید، ممنون میشم. همین الان گفت کار امروز به فردا مفکن، شیرازیه گفت بله کار امروز به فردا مفکن، پس فردا هم روز خداست. ببینید من این صفحه رو به شما نشون میدم، این برنوشته همیاری، اون برنوشته دونیت، رو هر کدومش که شما کلیک کنید این لینک پدیدار میشه، و این لینک رو هم من براتون میارم میذارم اینجا. بله میگه هلال احمر خون میکشه، نه آقای نیساری، ببین عزیز من، تو هلال احمر یه آقایی داشتیم به نام آقای عبداللهی، خیلی هم بر علیه آخونده هست. ببینید اشکال ما همینه، شما هم یه جوری داخل اون تندرویی هست که احساساتت بر منطقت غلبه میکنه. آقا الان اسم شیر و خورشیده این احمقا گذاشتن هلال احمر، والا قولت میدن نصف بیشترشون همون آدمایی بودن که تو شیر و خورشید بودن و همون کارا هم دارن انجام میدن. نکنید این کارا، یعنی یه چیزای ساده ای هم که این آخوندا از خجالت
هنوز دارن انجام میدن و برای مردمه، اینا رو شما اسماشون رو به خاطر اسماشون بدش نکنید، بذارید مردم کمک کنن. حتی اگه اسم این سازمان مثلا خون دادن، سازمان خون خمینی و نمیدونم همکاران جهانی باشه. دفنیتلی فرخ درست میگه، منم پیشنهاد میکنم همتون با فرخ مشورت کنیم. I need to take a break. بذارید ببینم اینه، حالا پیپال بزنم میاد، یا ببینم اینجا. بله، این لینکی که گذاشتم دوستان امتحان کنید، چند نفرتون یکی یک دلار بفرستید بیاد تا یاد بگیرید به اصطلاح حمایت کردن و کار کردن و با هم کار کردن. ضمناً یادتون باشه شما هم در تلویزیون مردم میتونید برنامه داشته باشید. سعی میکنم توی این ماه اگه کسی میخواد برنامه داشته باشه، برنامه های رو به صورت ضبط شده برای ما ارسال کنه تا من پخش کنم، که دیگه به صورت خودم بشینم اینجا زیر چراغ و دوربین و اینها نباشه. چون بعضی از دوستان دیدم حتی وقتی من عکسم هم میذارم، طرف میگه نه آقا اگه ویدیوت باشه بهتره. میگم آقا عکسم که هست، صدام هم که اینجا هست، من دیگه نمیتونم مثلا الان که نشستم زیر نور دوباره یه ساعت دیگه بعدا با آقای مینوی بشینم، کور میشم. کور که هستیم، کورتر میشیم، ولی خدایش این لنزا رو گذاشتم چه راحت شدم. یه بار دیگه هم چند سال پیش این کار کردم، اون موقع یکم یاقی بودم و نمیتونستم تحمل کنم که بابا باید میخواستم پرفکت باشه، بهترین باشه. الان یاد گرفتم بابا مقایسه کن، این که بهتر از اون عینکه. عینک شب داری نگاه میکنی یکم چرت میزنی اینجا و اینجا تو فشار میدی، بعدم که بلند میشی صبح عینک پیچیده $200 دوباره رفت شکست، باید بری. این از این. بله، مجید میگه blood source my donut must weigh at least 110 pounds and be in overall good health. خب حالا بذار، آها ببین، به این میگن مرد شریف، انسان بزرگ. آقای نیساری میگه آقا من موافقم. خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون. من برای آقای پاک نژاد نوشتم، گفتم آقا ما منتظر بودیم شما جواب به ما بدی، اونجایی که گفتیم آقا شما هم اسمتو با فارسی بنویس، هم اسمتو با انگلیسی بنویس که مردم بتونن از دو طریق پیدات کنن، فوری عمل کنی، که عمل نکردی، نشون میدید که توجه نداری، ایمیل ها رو نمیخونی، مسیج ها رو نمیخونی. دومیش پیشنهاد کردم شما که اینقدر دنبال چی مجانی میگردی، یک ساعت که شما انتظار داری من بشینم اینجا به شما وقت بدم، شما یک ساعت بشین سر کوچه‌تون، یک ساعت بشین در آپارتمانتون، به مردم بگو به من پول بدید، من میخوام برم مردم ایران رو آزاد کنم. و ببین که اینا چقدر بخشنده هستن، چقدر بزرگواره. شما این کار کردی، منتظر بودم که جواب بدی بگی اینها هم مثل ایرانی ها کنس شدن. شما میگید یا میگید خسیس؟ کنس، شیرازی ها میگن کنس شدن و خسیس شدن، ولی این کارم نکردی. گفت آقا کجا؟ حتما تو برنامه گفتی من نبودم. عکسشو گرفتم براش فرستادم، گفتم آقا من اینجا گفتم، من اینجا نوشتم، شما دقت نمی‌کنی. ای کاش که اینایی که می‌خواستن یه جنبش شروع کنن اول دقتشون رو زیاد می‌کردن تا جنبشی که می‌خوان شروع کنن جنبش بی اشکالی باشه، بعد این جنبش رو با دوستانشون بگن و به دوستانشون بگی خدا وکیلی جان بابات به روح پدرت، اگه اشکالی هست بگو، تعارف نکن بدم نمیاد. و اما اشکال تعارف بدم نمیاد، بریم سراغ آقای انصاری. آقای احمد علی مسعود انصاری این حزب اینها رو نوشته هاشو پر کرده و آماده کرده و فرستاده و من امروز برای شما میخونم، روی فیسبوک هم میذارم و نظر خودم رو هم میگم. نظر خودم رو بارها به ایشون گفته بودم و اتفاقا یه بار دیگه ایشون وقتی من رو دید تشکر کرد که آقا چه خوب شد شما گفتی، چون شما گفتی من رفتم نگاه کردم و دیدم راست میگی. این خیلی طولانیه و من آمدم دو قسمت کردم این مرامنامه رو. یه سری مرامنامه و تقریبا مثل به اصطلاح معرفی، بعد یه سری میشه چی؟ یه سری میشه اون اساسنامه یا اصل ماجرا. ولی حالا من به ایشون میگم الان این چیزی رو که برای من فرستادن دوباره 34 صفحه است. من بیشتر فکر میکنم این مثل اون وقتا میگفت دعای کمیل، دعای شعیب، نمیدونم دعای دخترای شعیب، دعای سور اسرافیل، دعای فلان بیسار. من فکر میکنم این بیشتر
شبیه دعا و اینها شده و الان در شرایط فعلی مردم به شدت، آقای انصاری، به شدت از چیزهای مذهبی دینی فراری هستن. این از این. میگه به نام خداوند بخشنده مهربان، با توکل به خداوند انشاءالله زلال پاک و با اخلاص باشیم، برای مخلوق جز خالق او نیست، خداوند را پناه به تو میبریم، میبرم از شر وسوسه های شیطان مردود مرام نامه. خب بیام الان اینجا ببینم که صفحه بعدیش چجوری پیدا میشه. اینجوری فکر کنم، نه برگشت، در اصل 34 صفحه هست. من فکر میکنم که این یه مقداری چیز هست، طولانیه، یه مقداری دوربر مذهب و دین زیاد چرخیده و امروز من روی فیسبوک یه چیزی گذاشتم راجع به مذهب و دین و اینها، نوشته بود مذهب و دین تا امروز هیچ کمکی، البته اون نوشته بود کمک کوچکی به فقر و قحطی و اینها کردن. بعد یه نفر دوستمون زیرش نوشته بود آقا تمام جنگای دنیا مذهبیه و هنوز هم اینجوریه. بعد یه لینک دیگه برای من یکی فرستاده بود که 10 جنگ مذهبی، جنگای 80 ساله، جنگای 30 ساله، جنگای صلیبیون، جنگای فرانسه، اینا همش این 10 جنگ‌های مذهبی و دینی بوده. من فکر می‌کنم مردم الان دنبال چیز دینی نمی‌گردن. این چیزی که شما الان داری میگی، ای کاش زمان شاه و به اون شاه اسلام پناه گفته بودید و ایشون اجرا کرده بود، دیگه نقش آخوندم خودش بازی میکرد. اون که میخواست حزب رفتابیخ را بندازه، رستاخیز را بندازه، حزب حق رو را مینداخت، میگه آقا اونایی که مذهبی هستن بیان اینجا. خب حالا اگر تلگرامی ننوشتم ندید گوی، ندیدید؟ حالا که تلگرامی نوشتم ندیدید گویا چیه نوشتی؟ نفهمیدم، بذار بینم. نه یه چیزی فقط شما نوشته بودی زمینی رفت بالا. آها آها مرسی، خوب شد گفتی رفتم بالا. نوشته جناب سوربی، کاری که شما میکنید فقط عشق و علاقه است و الا ژورنالیست بودن درآمدی ندارد. من 1 در همین ونکوور برنامه رادیویی داشتم به نام شباهنگ، فقط ماهیانه $2,000 پول و اسکا میدادیم. البته اگر حرفهای یک گروه را میزدیم حاضر بودن پول بدن. من هم مثل شما مغزم کار نمی کرد میلیونر بشم. در هر حال خوش بگذرد. دوران مرخصی یک کم بیشتر نوشتم که نگید تلگرامی نوشتی. خیلی ممنون، متشکرم. مرخصی هم نیست، دارم میرم هم کار هم فال هم تماشا و میخوام، واقعا میگم یک کمی از این که از صبح تا شب با این خبرها درگیر باشم بیام کنار و دوستانم ببینن آقا مثلا وقت آقا فرخ ویدیو میفرسته ما 3 نشون نمیدیم بعد دیگه نشون نده. در صورت که من اصلا نمیدونم وقتی شما ویدیو میفرسی منظورت چیه؟ منظورت اینه که من تو برنامه نشون بدم یا ندم؟ اگه نشون میدم شما میگی اینو من فرستادم، خب فرستادی ممنونتم، نشونم دادم دیگه، یا اون نشون دادن نشونه تشکره، نمیدونم. در صورت اون ویدیویی که من نشون دادم داداش من برای من فرستاده و گفته بود اینو در برنامه نشون بده. شاید اگر کسی دیگه فرستاده بود من 6 برنامه‌مون رو نمیمدم به اصطلاح نشون بدم، ولی چون داداشم گفته بود و بزرگتر از ما هست، ما اگر حرفشو گوش نکنیم، یادمون میاد قدیما تو سری میخوردیم، حرفشو گوش کردم. خیلی ممنون، متشکرم. بانک خونیشون نوشته و اینو این، بله بریم پایین، خوندمش. آقای خورسندی مرسی. به به، دوستان عزیز، آقای حمید احمدی هم اینجا هست. میدونید آقای حمید احمدی تلویزیون ICC، آقای حمید احمدی یکی از مجریان قدیمی، کسی که کارش این هست، نه از اینایی که لوس میشن ما از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. مثل اون دوستمون بود میگفت آقا ما رو تبعید کردن اینجا. گفتم آقا نگو تبعید، از فردا ملت میرن تو خیابون فوش میدن خمینی بیچاره من را باید تبعید کنی به کانادا. این تبعید نیست، مهاجرته و مهاجرت چیز خوبیه. یک جایی وقتی شما وای میسی میبینی آقا شما زورت نمیرسه، تو زندگی زناشویی هم همینه، شما وای میسی اون احمقایی که زنشونو میزنن، اون احمقایی که میکشن، اون احمقایی که هر روز دعوا دارن، کسیه که به فکر مهاجرت نیفتاده. آقا از این خونه هجرت کن، برو اون و برو بیرون، یکیتون برید بیرون زندگی کنید مثل آدم، بچه‌هاتون هم مثل آدم بزرگ بشن. در هر صورت یه مجری خوب آقای حمید احمدی، تلویزیون ICC و یک وبسایت خبری که الان
چیزم دارن، اپم دارن و لینکشو آقای احمدی لود کنید اینجا بذارید. من قبلا هم تو برنامه نشون دادم، ولی این تلفن ما چون این پروگراما اون پشت کار میکنه و من نمیخوام، میخوام داشته باشم همیشه حجم زیادی برای ویدیوی چیزی اگه واشنگتن میگیرم، اپا رو همه رو ور میدارم فوری یا خاموش رو میکنم اصلا که ریفرش نکنم. در صورت اگر لینک اون دوتا اپتون رو اینجا بذارید ممنون و متشکرم میشم و امیدوارم در ماه آگست شما رو داشته باشیم که با دوستان گپی خودمونی داشته باشیم و صحبت کنیم. خیلی ممنون. یکی از مردان نیک روزگاره. خب میگه فرخ این یکی خیلی قشنگ بود. حالا میدونی از این قشنگتر این بود که اگر میگفتی من برای داداشت فرستادم. فرخ میگه خب پس از این به بعد من ویدیوها رو میفرستم برای داداشت، چون میدونه از طریق داداشم که بیاد دیگه مجبورم نشون بدم. مرسی مرسی. خب جالب اینه اسم برنامه تبعیدی ها نیست، کوچ ایرانیان هست. نه اینو نمیگم، یه آقایی بود اون روز گفتم بهتون چیز نوشته بود، بعدم برای من عکساشو فرستاده، بعد نوشته که من در یک کشوری در خارج هستم. ببین این طرف ادعا میکنه که جمهوری اسلامی در کار پناهجوییش، در کار بازنشستگیش داره دسیسه میکنه، بعد از منی که اینجا نشستم دارم خودمو نشون میدم، اسم و آدرس و 20 سال حتی ببخشید دیگه اندازه کفشو اینامونم همه میدونن. این آقا هنوز میترسه بگه مثلا تو نروژ، تو آلمان فلان، ضمن این که عکسایی که گرفته مال تظاهرات، ساختمونی که پشتشه، اسمی که پشتشه، میشه بفهمی کجاست. دوست عزیز اگه جمهوری اسلامی میدونه کجا هستی، اگه جمهوری اسلامی میدونه شما یه تبعیدی جنبشگر قمپوزیسیون بازنشسته میخوای بشی و اذیتت میکنه، پس از چی ترس داری که قشنگ با افتخار نمی‌نویسی در کدام کشوری چه می‌کنی و الی آخر. کارتون خرابه. برنامه‌هامو شروع کردم 1998، بعد از 5 سال، سال 2003 به این نتیجه رسیدم که کارمون خیلی خرابه. الان منتظر بودم یه روزی برسم به این نتیجه که درست شدنی هم نیست، دست و پا رو جمع کنم برم. الان به اون نتیجه رسیدم که کارتون خیلی خرابه آقای کمپوزیسیون، کارتون خیلی خرابه. و الا من جنبش کردم، بله همه این کارها رو من براشون میرفتم فیلم و عکس میگرفتم، حتما عکسشون رو بگیرم که اون پشتشم نمیدونم عکس رضا پهلوی پیدا باشه، این پشتشم مجاهدین پیدا باشه، اینا بتونن پناهندگی بگیرن. نمیخوام بگم شما نیستی یا شما اصلا پناهنده‌ای هستی که تو ایران حکم اعدامت هم گذاشته بودن، بعد نشستی نگاه کردی دیدی یه موشی آمد از این سوراخ رفت بیرون، شما پشت سر اون موشه اومدی بیرون. این زندانای ایران که اینا اینقدر تعریفش میکنن چگونه مخوفه، یه دفعه ببینیم همه میگه ما حکم اعدامون هم دادن ولی خب اومدیم دیگه. شما پناهنده هستی، شما تبعیدی هستی، برو آقا خوش باش. امیدواریم این حرف ما رو این آخونده ها گوش کنن، بالاخره ما مأمور و چی ازشون هستیم، مزدورشون هستیم. آقا دست از سر این آقای تبعیدی بردارین، کار بازنشستگیش درست کنید که ایشون بتونه حتی ایران هم بره و بیاد. بله اتفاقا یک کلیپ قدیمی از برنامه شما توی پیج گذاشتم، خیلی باحال بوده. یکیش همه برنامه من باحاله. بله آقا هنوز اسمای من درآوردی دارن. جالب اسم برنامه اون که میگه اسمش تبعیدی ها نیست، این آقای لیمونادی فکر کنم، علیرضا لیمونادی، اون بنده خودم تو همون 50 سال پیش مونده. یعنی شما اگه نگاه کنی زمستون و تابستون اون یقه اسکی که اینجا بهش میگن ترتل نک یا یقه لاک پشتی اونو میپوشه، حالا وقتی هوا گرمه بدون کت، وقتی چون ایشون لابد به کراوات اطمینان باور نداره و حالا دیگه برنامه اینجوریه و اینا دیگه این اواخر پولی میگیرن از تلویزیون فردا و از دوستای عرب و اینها و امور میگذرونن. اونا مثل من دیوانه نیستن برن از عقد و عروسی و مرگ و تولد و فارغ التحصیلی فیلم بگیرن 8 ساعت 9 ساعت رو پا وایسی دوربین رو دستت باشه که وقتی میای خونه تو جاده هم که رانندگی میکنی همین جوریه،
بعد به خودم میگم ای من که دیگه دوربین رو دستم نیست، اینجوری دستمو میارم پایین. بمانه. بله اون کلیپ هم برای من بفرست توی قسمت خصوصی. ممنون متشکرم. دوستان این قسمت خصوصی مثلا یه آقایی به نام رضا حبیبی برای من یه چیزایی رو فرستاده بود، من براش نشون دادم. آقا هر چی آقای رضا حبیبی گذاشته بود هی مینیسه attachment is not available، attachment is not available، یعنی احتمالاً بلد نیست چگونه اینا رو استفاده کنه که به دست ما برسه. یعنی ما هیچی بلد نیستیم، درست مثل اون بچه‌ای که یه روز رفت شاگردی و آمد به مادرش گفت من دیگه نمیرم شاگرد آهنگر بشم. گفت چرا؟ گفت من همه چیز رو یاد گرفتم. گفت چجوری؟ گفت کاری نداره که، اینو میزنی اینجوری میشه، این میلو میزنی گرد میشه بیله، نمیدونم اون یکی یه چیزی هم هست دیگه که مادرش گفت به این سادگی هم نیست. یا اون یکی که رفته بود ریختگری آمد گفت قاشقه رو بده من میذارم توی یه شن و مواد ریختگری میذارم توش میشه قاشق. اون موقع بودی که قاشقه آره دراز شد گرد شد بیله، دراز شد بیله، یه همچیز. سوربی چرا نان را به رخت روز نمیخوری؟ دیگر جمهوری اسلام مرا تهدید کرده که برنامه‌هامو کم کنم. شاید نون و آبی شو. بابا اگه این اطفارا رو بلد بودم که ای خدا تو باید اینجا بودی سعید. میگه که آقا به مردم بگو که گفتمتون هر وقت این دوستان پولای ساتلایت نمیدادن، این کلیمی هایی تو نیویورک ساتلایت قطع کردن، طرف پس فردا میمد. حالا این بار رفته بود ساتلایت رو به نام خواهرزنش که تازه از ایران اومده بود گرفته بود، سه ماه دوباره بهش دادن. میگفت دوستان همون جوری که شاهد هستین، کجا شاهد هستم، همون جوری که شاهد هستین ماهواره ما رو زدن. آقا کجا زدن؟ سه ماه هم بهت مجاری دادن، بی همه چیز پولا رو خوردی، قسط اینا رو ندادی، دیگه اونا دوزاریشون افتاد، حالا یقت گرفتن قطعش کردن، اینجوری شده و پول جمع میکردن. میگو حالا ما رفتیم و این بار به اون گفتن $200,000 باید بذاری. از همون اول مینوش این تلویزیون $200,000 کم داره، بعد طرف $100 میداد میگو حالا شد $190,990. ما اگه این کارا رو تونسته بودیم بکنیم که خب آقا سعید اسم شما الان این جلو میومد، میرم که سعید آقا از روز اول با ما کمک کرده، پتیک حمایت کرده، بلد نیستیم آقا همینجوری. دوستان عزیز آها آقا به خوشنودی برخورد، میگه آقا مگه سوربی شهرام همایونه که این کارا رو بکنه؟ داریم بچه شیرازم خراب میکنی. بله این خانم روسامیلا هم خیلی خانم شریف و خوبی هست، همیشه در مجالس شاد و خوشحال هستن. امیدوارم همیشه سالم و سلامت و خوشحال باشید و بگید و بخندید. بله میگه که سوربی نکنه داری میری خاک بیاری از بیابون، یادت نیست خاکا رو میفروختن، خاک ایران توی قطی کبریت میفروختن با پرچم ایران $30، بدون پرچم ایران خاک بر سر $20. سوربی چرا بعضی از کلیپ های ارسالی رو نمیتونی ببینی؟ این کلیپ ها رو یک گروه پست کرده و وقتی شیر میکنی فقط افراد عضو آن گروه میتونن ببینن، حتی اگر در صفحه خودم پست کنم. آها خب همین دیگه اشکاله، چون این فیسبوک مثلا من یک گروهی درست کردم به نام مردم تیوی فن، اوکی؟ اینا رو باید وقتی من میزنم شیر کنه اون بگه که شما نمیتونی ببینی، چون تو صفحه خود شما این اشکال هست، تو صفحه آقای نیساری هم دیدم این اشکال هست و دیگه این چه ماجراییه؟ اگه طرف گذاشته شیر کنه، گذاشته رو فیسبوک خواه همه شیر کنه، مگر اینکه اونایی که خصوصی باشه مثل یوتیوب، یوتیوب میگه پابلیک نمیدونم خصوصی، یا اونایی که داری رو ویدیو کار میکنی انلیستد. اینا گیجن، یه مش بچه جوونی ریختن به هم دنیا رو واقعا نابود کرده. الان برید ببینید تو تلویزیون‌های آمریکایی این فیسبوک و اینا راجع بهش چی میگن، یه چیز وحشتناکی شده که نگو و نپرس. خب دوستان عزیز 50 سال از زمانی که نیل آرمسترانگ و اون همراهش رفتن پا گذاشتن رو کره ماه گذشت و هنوز یه عده هستن میگن این ماجرا دروغ بود، هنوز یه عده هستن مثل آقای رضا سلامی میگن اصلا کره ما و اینا بی خود عکس به ما نشون میدن و الا کره زمین صافه و شما اگه قدم بزنی میفتی. من اتفاقا دارم میرم ببینم اگه قدم بزنم از آخرش میفتم و برای من خیلی جالبه که آقای رضا سلامی دکتر رشتهش فکر کنم مکانیک الکتریک چیزی هم هست اینا، ولی میگه که کره زمین صافه.
اصلا نمیگه دیگه کره، باید بگه صافی، زمین صافه، چون دیگه اگه کره شد گچ. خب اینم از این. و اما بله، ایشون نوشته که به شکر خداوند اساس اصول و مبانی حزب حق و مرامنامه حزب حق را برای سروران عزیزم میفرستم، خداوند را شکر میکنم و از شما ممنونم. این اگه کسی دوست داره به من ایمیل بزنید. ایمیل من هست sorbi@mardomtv.com, info@mardomtv.com, usa.sorbi@gmail.com. هر چیزی که بنویسید، بنویس 0@mardomtv.com میاد، 1@mardomtv.com. من مثل اونایی که مشکلش میکنن بنویس این یک انقلاب نبود، اندرلاین شورش بود. حالا شما نمیدونی این شورش رو SHOU اینا، بعد تازه حالا این ایمیلشه، بعدم وقتی میزنی بر میگرده باونس میشه بمانه. خیلی ساده، هر چیزی @mardomtv.com میاد اینجا. از اون ساده تر، سوربی کجاست؟ آمریکا، USA. یه نقطه بذاری، این نقطه ها باعث میشه ما جدا بشیم، قاطی نکنیم که سوربی از USA فاصله نه، نقطه جدا باشه. sorbi@gmail.com, usa.sorbi@gmail.com. مرسی. خب بذارید من این نوشته رو با یک فرم ورد باز کردم ببینم میتونم بهتون نشون بدم. بعد اگر شد روی صفحه آقای انصاری روی بایگانی براشون قرار میدم. مثل که این که شد، بله اینجا اجازه بدید به این صورته. صفحه 3 بیاین اینه، اینم اندازش رو یک کمی کوچیک‌تر کنیم که بله اینجوریه دیگه. می‌نویسیم به نام خداوند و اینها، اساس اصول مبانی مرامنامه. اینم 30 و چند صفحه است. او نه، این که تا 257 رفت. او مای گاد. آقا من امیدوارم که شما موفق بشی، ولی سخت می‌بینم این کار رو. 257 تا 261، یعنی این 262 صفحه است، مشکله. Facebook has a conference in Europe about security of Facebook. بله تو اروپا بیشتر یقه فیسبوک رو گرفتن، بیشتر دارن چیز میکنن. خب در چند روز گذشته حتما شما یه ویدیوی دیدین که از یک خانم هنرپیشه ایرانی که گویا در ایران از حجاب دفاع کرده و رفته ترکیه، اونجا بی حجاب بوده و یک خانمی ازش ویدیو گرفته، تا اینجاش هیچ اشکالی نداره. ولی خانمه شروع میکنه داد زدن، ای مزدور، ای خائن، و بعد کار به دعوا میکشه که دیگه تا آخرش ما نفهمیدیم. اونم میاد میزنه توی تلفن این و اینها. ببینید دوستان، شما به مجردی که پاتون رو میذارین توی خیابون، این خیابون پابلیکه و هر کسی میتونه ازتون عکس بگیره، احتیاج به اجازه هم نداره. و من در کمال تعجب دیدم که یک خانم دیگه با مسیح علی نژاد آمده بود و میگفت اون خانمی که بدون اجازه از این خانم فیلم گرفته، خانم اجازه نمیخواد، پابلیکه. بله یه نفر میاد به این آقای جان چی مال بیتلا هنوز زنده است، نه اون یکی که مرد، جان لنن، نه اون یکی دیگه، میاد میگه که من میتونم باهات عکس بگیرم. میگه نه من خوشم نمیاد عکس بگیرم، ولی حاضرم باهات صحبت کنم. باهش دست میده. این معروف ها 70 خورده سالشه، این همونی که زنش پا نداشت، یه زنش هم مرد، یه زنش هم طلاق داد، کلی پول داد و اینا، همونایی هستن گروه بیتلا دیگه. Imagine there is no heaven، تصور کن که بهشتی وجود نداره، دنبال بهشت فردا امروز خودت خراب نکن و هر چی هستی همه امروز باش. این بیچاره خیام هم همینو گفته بود که کاری به فردا نداشته باش، کاری به دیروز هم نداشته باش، امروز خوش باش. این خانم اولا هنوز که هنوزه ملت ما می‌نویسه کشف حجاب. آقا خانم، کشف حجاب غلطه، رفع حجاب، رفع حجاب، برداشتن حجاب، این درسته. کشف حجاب یعنی چی؟ این خانم گویا توی ایران یه دفعه باهاش مصاحبه میکنن و میگن نظر شما راجع به حجاب چیه؟ اولا اون سؤال غلط توی چنین حکومتی، دوما اینا انقدر وارد نیستن و میخوان همه چیز رو جواب بدن، یاد نگرفتن بگن من اینجا اومدم که درباره
هنر سینما و کارم صحبت کنم و اون کار به قانون کشور و اینا ندارم. دیدید احمدی نژاد با چه زرنگی اینجا تو دانشگاه کلمبیا بهش گفتن آقا زندانی سیاسی، گفت ببین من قوه مجریه هستم. درست میگم؟ آره من قوه مجریه هستم، شما برین از قوه قضاییه سوال کنید. اینه که 40 سال حکومت آخوندا باقی مونده. طرف گفت آقا این آخوندا که نیستن، اونایی که پشت صحنه هستن اونا گردانندگان هستن، اونا میدونن چجوری اینو نگه دارن. خلاصه این خانم ستاره اسکندری اونجا خواسته چیزی نگه که فردا وزارت ارشاد و فلان اینا فیلماشو ضبط کنن، گفته حجاب اتفاقا خیلی هم خوبه، مثلا فلان اینها، از این ببخشید چیزی مالی یا چاپلوسی تملق. اون تملق امروز کیک بکش تأثیرش این بوده که توی ترکیه تقریبا به ایشون حمله که نه، چون این بر میگرده. البته حمله نفذی هم حمله است، مثلا لفظی هم حمله است. من یه جا باشم شما دو تا فوش بدی تعامل میکنم، فوش سومی با مشت میام تو صورتت، شیشه‌ای قلیونی میاد تو صورتت، مواظب باش. اینه آقا، این که گناه نکرده شده پابلیک فیگر. خب اون آقا بلند شد بچه‌شو برداشته بره اونجا وضع هم کنه، میگه مادرش اونجاست. آقای چیز نوشته بود، نوشته بود آقا هر زنی میخواد بذار ترجیح میده بره پهلو مادرش، نه بره بعد مادر شوهرش. مادر این خانم کانادا بوده، اینا تصمیم گرفتن برن کانادا. حالا اگه اون آقای چی اسمش خندوان مندوانه رو داره، اون دیگه میاد تو ایران تبلیغ حجاب میکنه ولی میره اونجا جلو زنش نمیتونه بگیره، اتفاقا نشون میده که حتی اینایی که تو ایران زور ممکنه بگن به زنشون، بیرون آزادی انقدره که جلو زنشون نمیتونن بگیرن. حالا یا موافق زنشه یا مخالفه، در هر دو صورت زنه برنده شده. بمانه بلیت بگیر منم میام. برای کی بلیت بگیرم؟ حجاب زدایی، باریکلا. آره حجاب زدایی، کشف حجاب، کشف حجاب. اینا یه چیزی دوره رضا شاه آمد زور مول بازی در آورد، تأثیرش این بود که خمینی همه رو با حجاب کرد به زور. اون قلدر بازی چی میگن عکس العمل جامعه ریاکشن این بود. نکنید در صورت ایشون میگه بلیت بگیر منم میام. کجا میام؟ خب این از این کشف حجاب و اینا رو هم خودتون میدونید حتما بیشتر و بهتر از من. و اما واکنش نانسی پلوسی به عقب نشینی ترامپ از اقدام تنشزا علیه ایران. رئیس مجلس، نمایندگان مجلس به تصمیم دیروز ترامپ مبنی بر انجام گرفتن حملاتی علیه ایران و سپس عقب نشینی، این جون 22 اینقدر خبرها به سرعت میگذره، وقتی من این دارم میخونم میخواستم بگم آقا این که مال یه هفته پیشه، در صورت که مال 2-3 روز پیشه. و میدونید که آمریکا هم داره حمله سایبری میکنه از طریق اینترنت و اینها به ایران، و ماجرا خیلی پیچیده تر از این هست که ترامپ شارلاتان بیاد بگه پرسیدم چند نفر میمیرن، گفتن 150 نفر. بعد با خودم حساب کردم چقدر حیف میشه، گفتم نه فعلا دست نگه داری. این مادر به خطا حاضر زن و بچه خودشم بکشه تا به هدفش برسه، دلش برای 150 تا ایرانی سوخته. یقش رو گرفتن گفتن تو نمیتونی بری، تو نمیتونی این حمله رو به عنوان حمله ایران حساب کنی و حالا بگی میخوام دفاع کنم، و چون میخوای دفاع کنی احتیاج به اپرووال یا تایید مجلس نداشته باشی. همین که دیروز رفته نشسته تو کمپ دیوید، اینا میخوان قانون یادش بدن، بگن اینجوری نیست که تو داری میری، اینقدر قانون شکنی نکن، اگه این کارا رو بکنی سربی به آرزوش میرسه، تو بچه‌هات میرین زندانا. یه چند تا عکس بهتون نشون بدم جو برنامه عوض بشه. این آقای بهنامو نشون دادیم که لطف کرده میخواد عروسکایی رو که اینجا حالا یا خریده یا جمع کرده بفرسته ایران، هر کی ساکش جا داره. این بیچاره سفر دادور میخواست این وسایل رو که نابیناها ازش استفاده میکنن و میتونن بنویسن تایپ کنن، بهش میگن یه چیزی اینجوری بهش میگن خط، اینو بفرسته، کسی حاضر نشد و خودش میره پول میداد
یکی یکی پست میکرد. بعض وقتا حتی پول بلیط هواپیما یه نفر رو میداد، بهش میگه آقا بیا نگاه کن این ماشین تایپه، این نه چیزی توش قایمه، میتونی هم بازش کنی نگاه کنی، و اینو میبرن اونجا. حالا این دوست ما عروسک خریده برای بچه فقرا و برای پرورشگاهی ها، شما بکش هلک 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 برو اونجا، اونم اگه تو مهرآباد و تو این برنامه یقت نگیرن و ازت نگیرن و اینها، بعد برو بده دست این بچه. بچه یه نگاه میکنه میگه آخه از خور من گرسنه هستم، تو عروسک من میدی؟ بله. خب عکس رو بهتون نشون بدم، اونو نشون دادیم و اما اینو این عکسی بود که برای آقای ناصر پاک نژاد فرستاده بودم اون روز، و ببینید چقدر واضح من حتی اینو میدونستم که این دوستان دقت ندارن، اگه دقت داشتن بعد 40 سال به جای میرسیدن. اسم ایشون رو دوستان میبینید با زرد نوشتم، ناصر پاک نژاد، که این آقا فارسی مردم نمیتونن شما رو پیدا کنن. الان که ما این شانس بهمون رو آورده که میتونیم با این دستگاه هم فارسی بنویسیم هم انگلیسی، چرا شما استفاده نمی‌کنید؟ چرا 50% استفاده می‌کنید؟ و بعدم اون پیشنهادی که بهش گفتم آقا شما برو دم مترو بشین امتحان کن ببین اینا چجوری کمکتون میکنن، و چرا از من انتظار داری من بشینم اینجا مجانی به شما برنامه بدم ولی نمیری بری؟ خیلی ممنون آقای پرویز باباییان. این بریل، والا همون موقع گفتم بریل یادم افتاد شیرازی ها یه چیزی دارن به نام کوتراش، همون رنده هستا بهش میگن کوتراش. بعد میگن که یک مجلسی بوده، این دوستان یه دوست نابینایی داشتن میخواستن اذیتش کنه، و وقتی میاد بهش میگن که آقا این خط به اصطلاح خط بریل نوشته ما نمیتونیم بخونیم، میشه تو بیای ببینی این چی نوشته؟ دست این دوست نابیناشونو میگیرن و میذارن رو این رنده. رنده هم دیدید که اینایی که قطعیه چهار صف چهار طرف داره، یکیش کات میکنه، یکیش سلایس میکنه، یکیش اینجوری، نه اون قسمتی بوده که یه مش چی سوراخ سوراخ ریز هست برای پوره استفاده میکنه. بعد اینم میخونه میگه این شعر نوشته. بعد میگن اه این اونا رو میذاره سر کار، میگه آره بذارید براتون بخونم شعر نوشته. ولی چی شعر نوشته؟ اینم ماجرایی. خب ریشه فرانسوی داره. بله خب احتمالاً اون کسی که اینو درست کرده مثلا حالا برو بزن میبینی اسم آقا برل بوده، این آلزایمر بیچاره، این مرض فراموشی و اینها رو فهمید و اینها، همه اصرارش این بود که این مرض ثبت ایناشو به نام من ننویسین، آخرم آلزایمر موند به نامش. یک فکر کنم یه دانشمند یا یک به اصطلاح دکتر آلمانی باشه. و اما این ماجرای نانسی پلوسی شد. نانسی پلوسی چند وقت پیش اینو گفته بود، همه جا هم درس کرد، یه دو بارم آمد و یه جورای پشتش وایساد که بله من نمیخوام ترامپ ایمپیچ بشه، من میخوام این بره زندان. به امید اون روز ما هم امیدواریم که هم این هم بچه های لوس و نونو رو عقب افتادش آخرش برن زندان. یک عکسی رو من دیدم امروز، یعنی یه نقاشی، و یه جورایی فکر میکنم چقدر قشنگه، یه جورایی فکر میکنم خال معنیش چیه. من اینو به شما نشون میدم، شما ببینید شما چی درک میکنید. لطفا تلگرامی ننویسید یا تلگرافی ننویسید، لطفا خیلی طولانی هم ننویسید. شما اگه این عکس نقاشی رو ببینید چی حس میکنید؟ این فقیری که نشسته یک آینه گرفته دستش، و شما وقتی میخوای کمکش کنید توی اون آینه خودت رو میبینید. شما بگید تا بعد منم بگم که چیه. بله میگه ترامپ سایت نیو سایت سانکشن اگینست اسلامیک لیدر ان آور اگو. خب اینقدر سانکشن نوشتن چه فایده کرد؟ سانکشن رو اینا نوشتن اگینست رفسنجانی که اگر از ایران بیان بیرون میگیرنش فلان بیسار. خب اونم نشست تو ایران نیومد بیرون، اونا چه احتیاجی دارن که بلندشن بیان یه جایی که بگیرنشون؟ حالا اگینست خامنه ای سانکشن آمریکا مثلا میگه چی؟ میگه آقای نونوای مش حسن، نمیدونم حالا مش حسن بعدش نیا، یه مش حسین تو ایران نون نده به آقای خامنه ای، تحریم شد.
اینم از دیوونه بازیای اینه. و اگر حساب و اینای بانکی داره، شما از خودت سوال کن چگونه اون روز تا حالا اینا میدونستن این پولا مال این رهبره، این پولا مال پسرشه، این پولا مال دوزا هست و آزادانه اینا میگشتن. پس ببین که کار اینا هم خیلی خرابه. در هر صورت دوستان قرار بود من 3:30 برم، الان 3:39 میگه آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا نمیدونم چجوری از دستت فرار کنم. یا باز داریم که به پایان آمدیم دفتر این برنامه، حکایت همچنان باقی است. خودت رو بگذار جای من، فکر کن من خودتم به خودت کمک کنم. خیلی قشنگ، باریکلا. من یه بار دیگه نشون بدم اینو دوستان. میگه که این عکس میگه خودت رو بذار جای من، فکر کن داری به خودت کمک میکنی. اتفاقا یه تبلیغ هست مال کردیت کارت و بانک و اینها، و وقتی شما زنگ میزنی یا هر خانمی یا آقایی که زنگ میزنه، عکس همون اون بر نشون میده که جواب میده. میگه یعنی یه نفر که خواسته های شما رو میدونه بهت جواب میده. اینم قشنگه، نمیدونم مال کپیتال وان مال چیه، در صورت اینه. ولی اینی که خودت بذار جای من، من اینجوری برداشت کردم که احیانا میگه که شما هم مثل من نیازمندی، حالا به یه نوع دیگه. در صورت تا حالا دو تا برداشت، ببینیم دیگران چی میگن. مرسی دوستان عزیز، من یه چند تا چیز دیگه به شما نشون بدم. ایران، بله، این ماجرای دین و این یکی میگه من مسلمونم و اون یکی میگه من مسیحیم و اون یکی میگه من مسلمان زاده هستم، میگه آقای وینسنت بنت یک همچین چیزی رو گفته و به نظر هم درست میاد. بذاری من این اتوماتیک فلان رو خاموش کنم. 5 دقیقه بعد از تولد شما اسم، ملیت و دین شما را تعیین می کنند و شما بقیه زندگیتان را صرف دفاع از چیزهایی می کنید که خودتان انتخابش نکرده اید. چه جالب. حالا این پایین نوشته آلزایمر. باور کنید من اصلا نمی دونستم این از وبسایت آلزایمره یا از چی، ولی خیلی خوب شد که در اینجوری آمد. شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این پایین نوشتیم تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. اینجا نوشتیم، اون هم لینکش رو هم روی فیسبوک گذاشتیم، روی مردم تیوی هم هست، مردمتیوی.com، و هیچ عذری موجه نیست. و برای اونایی که از حال و احوال دکتر ایران بومی جویا شدن، دکتر ایران بومی در خلوت خودش نشسته و چیزهایی می نویسه برای فرزندش، فرزندی که در جوانی تصادف کرد و از بین رفت. سرنوشت را می توان از سر نوشت، اما تقدیر را باید قبول کرد، از آن جهت که مرگ عامل پیوند و تکامل روح می باشد. برای دلبندمان ایرمان سفر خوبی را آرزو می کنم و از همدردی شما سپاس گذارم. دکتر ایران بومی، جوان 2019 میلادی. من یک بار دیگه به خانواده ایشون تسلیت میگم و امیدوارم که ما رو در غم خودشون شریک بدونن و امیدوارم برای هیچ خانواده‌ای چنین مصیبتی پیش نیاد. و اما ماجرای این که ترامپ نتونسته هنوز که هنوز دولتش رو تکمیل کنه، کاریکاتوریستا یا کاریکاتوریستا آمدن و یه همچین چیزی کشیدن. میگه یک لحظه، میگه رزمناو آمریکایی پیام داد، اون آمریکایی بالاش می نوشته، ما آماده دریافت دستورات معاون موقت معاون وزیر دفاع برای این روزها هستیم. اشاره به تغییرات پیاپی وزیر دفاع و بی‌ثباتی پنتاگون و دولت ریگان به اصطلاح. و اما اینو من فکر کنم بهتون نشون دادم قبلا، یه بار دیگه هم نشون میدم. این نه ها، اجازه بدید. بله، این ماجرای ترامپ و دروغایی که میگه و کلن ماجرای آمریکا و اینها هست. بارها دیدید که اینا یه کارایی میکنن میندازن گردن یکی دیگه. نه اینکه ما حمایت میکنیم از ایران، ایران از خودش بدتر خودش،
ولی آمریکا هم در جریانات 70-80 سال گذشته نشون داده که دروغ میگن. ببینید تبر دستشه که با این تبر زده این قایق کشتی رو داغون کرده، ولی یونایتد نیشن یو ان رو بهش نشون میده میگه ایران این کارو کرده. خیلی گویاست، احتیاج به توضیح نداره، ولی ما توضیح میدیم. میگه روز روزگارت خوش، لذت ببری از کار و نبودن در اینجا، جایی نمیرم تا برگردی. خیلی ممنون. روزا چی میکنم؟ دو سه دقیقه از اونجایی که هستم با دوستانی که هستم براتون برنامه میفرستم. خیلی از اونها رو شما میشناسین، در رادیو تلویزیون مختلف دیدید. و اما حالا که آخر هفته نیست، دوشنبه است، ولی اینم میدونید که یک عرقی درست کردن به نام عرق سگی، و حالا یه ودکایی درست کردن به نام ودکا بانو. من نمیدونم این فتوشاپه یا واقعا همچین چیزی هست. ضمناً یک مشروبی درست کرده بود ترکیه به نام رومی، اونایی که مال میدونید صوفی و خود رومی قبرش و اینا اونجا هست، اینا اعتراض کردن که آقای رومی اگه حرفی هم از به اصطلاح مشروب و اینا زده، اون معلوم معنیش مشروب معنوی بوده و این نبوده. روش هم یه شعری از رومی اتفاق نوشتن، ولی مثل که طرف جمع کرد یا ورشکست کرد. اگه کسی درباره این ودکا بانو چیزی میدونه ما رو با خبر کنه، اگرم میتونه یه شیشهش رو بفرسته که دیگه بهتر. من ودکا خور نیستم، گاهی وقتی ویسکی، کنیاک، تکیلا، ولی ودکا رو به هیچ وجه دوست ندارم، ولی میذاریم اینجا میدیم به دوستان اون بخورن. و اما ترامپ ایران دو. اینجا ترامپ دیروز پریروز نگفته از این که آخونده یا حکومت ایران هواپیمای ترامپ از این که ایران هواپیمای سرنشین دار را سرنگون نکرد قدردانی میکنیم. رئیس جمهور آمریکا پیش از رفتن به تفرجگاه کمپ دیوید برای رایزنی درباره ایران در جمع خبرنگاران گفت از این که ایران هواپیمای سرنشین دار آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون نکرد قدردانی میکنیم. یعنی چی دوستان؟ یعنی قبول میکنه که حتی اون هواپیمایی هم 38 نفر بودن داخلش، اونم تو مرزای ایران بوده؟ چون قرار نیست شما هر هواپیمایی که داره میپره قدردانی کنی که ایران نزده، مگر اینکه شما رفته باشید اونا نزده باشن بعد قدردانی کنید. ضمن یادتونه موقعی که ریگان رئیس جمهور بود، اوائل حکومت ایرانی ها و جمهوری اسلامی و آخونده و ملا و اینا از ترسی که به کشتی ها حمله نکنن، ریگان گفت هر کشتی که با ما هست و اینا پرچم آمریکا رو بزنید بالا که اینا نتونن با پرچم آمریکا حمله کنن. یه دو تا درگیری هم پیش آمد و اینها، ولی دازگی به ترامپ گفتن این کارو بکنید، ترامپ جواب داده هر کسی صاحب نفت و نفتکش و اینها خودشون از خودشون دفاع کنن. اصلا حرفایی که میزنه این مردک شالاتان اینقدر ضد و نقیزه، باور کنید این مشکل چیز پیدا کرده، فراموشی و اینها. و بالاخره اون نامه‌ای هم که ما گفتیم نوشتیم به نمایندمون اینجا، این خانم جنیفر وکستون هست که ما با وجود که تصمیم گرفته بودیم رأی ندیم بلند شدیم و رفتیم رأی دادیم. وقتی شما میری رأی میدی خیلی خوشحال میشی، فکر میکنی با اون یک رأی شما این نماینده شده، و وقتی هم میری رأی میدی برنده نمیشی فکر میکنی بهت ظلم شده برنده نشدی، به خاطر همین میای خواستم بگم میگی رأی من کو، بعد دیدم نه، اونی که میره رأی میده به این صندوق باور داره و هر آشغالی از توش بیاد بیرون دیگه صدا نمیده تا رأی گیری بعدی، مگر اونهایی که به دستور تلویزیونای لس آنجلس نرفتن رأی بدن، بعدن که رأی ندادن اومدن گفتن رأی من کو. من حتی از آقای سهراب چمنارا سوال کردم آقا شما کتاب نوشتی رأی من کو، شما مگه رأی دادی؟ میگه نه، این یک چیه؟ خب این آقا میگه من رأی ندادم رأی من کو، اون جوان تو خیابون میگه من رأی ندادم رأی من کو، آقای دوستمونم مهاجر و پناهنده است میگه من تبعیدم. خب همه داریم حرف مزخرف میزنیم، همه داریم عوضی حرف میزنیم.
یه ویدیویی هست از نادر نادرپور، اگه کسی میتونه لینکش رو لطف کنه تو فیسبوک بذاره تو همین برنامه، میگه ما ایرانی ها در عوضی گفتن و عوضی شنیدن استادیم. راجع به مرگ بر آمریکا میگفت باید بگید مرگ بر انگلیس. و شما الان نگاه کنید چرا ایران و انگلیس هیچ صحبتی ندارن، در صورتی که همه این مکافات ها زیر سر انگلیسه. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. You said Reagan, it was Trump government. No. اگه گفتم اشتباه کردم، گفتم یادتونه دوره ریگان 40 سال پیش همین ماجرای خلیج فارس و اینها بود، حالا بعد ممکنه راجع به ترامپ گفتم. در هر صورت شما میدونی منظور من چیه، همین که بدونی منظور من چیه نشون میده من منظورمو به شما رسوندم. بمانم. و اما ترامپ چرا از این کشتی ها دفاع نمی کنه؟ ترامپ میگه آقا ما 10% نفتمون از اونجا میاد، نیاتم انقدر اینجا اضافی داریم که میاد. چین و هندوستان و راشا باید نگران اون تنگه باشن. و اونم همینجوری که ایرانیه میگه که اینا به ما حمله نمی کنن چون ما میترسن ما تنگه هرمز ببندیم، ترامپ هم میگه ایرانی ها تنگه هرمز نمی بندن به خاطر امو راشا، به خاطر امو چین و ایندیا هند، که اینا اینجوریه. روزگار غریبی است نازنین. امیدوارم که تابستون خوبی در پیش داشته باشید. امروز ساعت 6:45 معمولا تا آقای مینوی برسه و اینها ساعت 7 شب، که احیانا از ماه آگست ما اون برنامه رو ساعتش درست میکنیم که اینجوری نباشه. امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و خوش سلامت باشید. حمایت از تلویزیون مردم یادتون نره. میدونم حتما میگه ای آقا ما روز که برنامه داشتی حمایت نمیکردی، حالا که داری میری به حمایت کنیم، خدا رو چه دیدی؟ شاید ما ایرانی ها همه چیمون برعکسه. حمایت کنید به سلامتیتون بتونیم آبجو بخوریم و بنوشیم. گفت چی؟ کلو و اشربو و لا تصرفو. اولا انقلاب برای که کوپنا رو به مردم غالب کنن اینا رو هی تو رادیو میگفتن بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. یکی نبود بگه آخه کرخه، شما که خودتون میگید مردم ندارن، کسی که نداره که اسراف نمیکنه که. البته یادمون باشه بعضی وقتا فقیر فقرا بیشتر اسراف میکنن. شما نگاه کن زور میری تو این 7-11، بیچاره اسپانیش که ساعت 10 دلار 15 دلار درآورده، میاد دو تا بطری آب میگیره که این 6 تاشو میتونه بخره 99 سنت، میاد حالا دو تاشو اینجا میخره 3 دلار، ساندویچ میخره، چیپس میخره، اینو میخره. خب این یه مقدارش دورریز میشه، ولی نگاه کنید اون وکیله، اون دکتره از کاسکو یه بسته نون خریده، نون توست، بعد یه سری هم کولدکاد یا یه سری چیز برگ، یه ساندویچ درست میکنه میاد. اتفاقا من این حرف رو به آقای محمد رفی زدم وقتی که گفت یه جای رستوران زدم آقا همه پول دارن، گفتم آقا بیچاره میشی. گفت چطور؟ گفتم آقا همین که همه پول دارن نشون میده اینا بیرون پول خرج نمیکنن، همه پولا رو تو خونه شون خرج میکنن. تو برو تو محله های فقیر ببین اونا چجوری خرج میکنن. آشغالای کنار خیابونشون پوله، ولی اون پولدار آشغال هم بیرون نمیریزه، کنشو میبره میفروشه، نمیدونم ریسایکل میکنه و الی آخر. دوستان عزیز دیگه بسه، گفت بسه دیگه، سوختم، تلویزیون خاموش کن. روز روزگارتون خوش، به امید روزهای بهتر، آینده روشن تر تا برنامه بعدی. مرسی.